دوستان عزیز، با سلام به شما، اجازه بدید که این صفحه فیسبوک برنامه زنده رو با صفحه مردم تیوی هم به اصطلاح شریک بشیم و شیر کنیم و بیایم سراغ شما. امروز جمعه است، بله برنامه زنده است، ولی قبلا معمولا برنامه کانون آوا پخش می شد، از دوشنبه یعنی از جمعه منتقل شده به دوشنبه. پس یادتون باشه دوشنبه 14 ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن یا نیویورک شرق آمریکا با شما خواهیم بود. اینم از این، من اینجا بنویسم سوردی که اسم فامیل بنده است، با مردم که اسم شما هست و این برنامه هم از مردمتیوی.com پخش میشه. شما هم میتونید با هر عقیده و باوری اینجا برنامه داشته باشید، از چپ چپ تا راست راست، از پایین پایین تا بالای بالا، از بیمذهب تا اونایی که 6-7 خدا دارن میتونن اینجا برنامه داشته باشن. شما حرف خودت رو میزنی، اجازه میدی من هم حرف خودم رو بزنم، دیگران هم بیان حرف خودشون رو بزنن. این هم از به اصطلاح منطق و فلسفه تلویزیون مردم. امروز قرار بود ساعت 3 بعد از ظهر، یعنی 1 ساعت دیگه، با آقای امیر حسین لادن باشیم. یک کاری برای ایشون پیش اومده، اگه به موقع برسن امیدواریم با هم باشیم، اگه نه بهشون گفتم که خب اگر نشد دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. و خوشحالم که دوستانم آمدن. دوستان شما دعوت میشین وقتی من برنامه رو شروع میکنم، چون اون وقتا فیسبوک وقتی برنامه زنده میذاشتی برای تمام دوستات مینوشت که سوربی الان برنامه زنده داره. اینا هم درست این سیاست انگلستان و تریاک مجانی و شیرش بیار پولت میدیم و بعد حالا دیگه شیرش و پولت نمیدیم و بعد حالا دیگه تریاک مجانی هم نیست بیا بخر، اینا هم همینجوره. بعدن گفت خب اگه میخوای به 9000 نفر خبر بدی که برنامه شروع شده باید یه چیزی نزدیک $90 پول میدادیم. گفتیم بابا ما پولمون کجا بود. بله آقای خانلر میگه با درود به آقای سوربی، گرچه میدونم سلام رو بیشتر دوست داری، از عرض ادب است. میبینید چقدر عربی نشخوار کردم. آره منظورم این نیست که من سلام رو بیشتر دوست دارم، تنبلم، عادت کردم به این. بعد یادمه وقتی سربازی بودیم ما یه 6 ماهی که تو پادگان اون دوره به اصطلاح آموزشی و بعد تخصصی رو میدیدیم، روزی یه بار همون میگفتیم درود مثلا تیمسار، درود سرکار، همین. و این یه چیز غریبه ای بود برای ما. حالا شما اصلا بگو درود 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 درود. اگه من بهت گفتم چرا اینجوری میگی، هر کی گفت میگم آقا این قاطی کرده، میخواد بگه درود. مثل اونایی که لکنت زبون دارن بیچاره ها، یه بار به جایی که بگن سلام 20 بار هم میگن سس لا 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 لا. اینم دیگه خدا بهشون اینجوری کرده اگه خدایی هست. درسته خوشحالم که اینجا هستی، خوشحالم که یه دوستیمونم اینجاست، خانم سهیلا ثمربخش. جالبه بعد یه دوست دیگه داریم به نام ثمر جهانشاه. اسمای به اصطلاح قراردادی نیست، هر کسی هر چی دلش خواسته یه جای اسم گذاشته و آزاد باشید، راحت باشید. دوستان اگر شما هم مثل من آلرژی، برنامه چهارشنبه منو دیدید چند مونده بود خفه بشم واقعا. یعنی اصلا فکر میکنی یه نفر دست گذاشته اینجا، اون وقتا دعوا میکردیم تو خیابون، حتی با دوستامو دست میذاشتیم اینجا گلوی همدیگر رو میگرفتیم، واقعا فکر میکردم دارم خفه میشم. این یه داروی نسبتا ارزونی هم هست، 180 تا قرص هم داخلشه، که خود این تعداد 180 به شما میگه چی؟ میگه ما نمیخوایم تو خوب بشی، میخوایم همینجوری مریض نگهت داریم تا 6 ماه دیگه روز یه دونه از این قرص بخوری. والا اگه قرص خوب باشه 20 تاشو میدن، 4 تاشو میدن، یکیشو میدن، میگن آقا برو بخور یا میمیری یا خوب میشی. اینم ماجرا اینه. یه دفعه به یکی گفتم شما میدونی چرا به دکترا، آخه ماشاءالله دیگه اینقدر دکتر داریم که
دکترای طب، طبابت، چرا میگن MD؟ گفت بله، مدیکال دکتر، یعنی در رشته طبابت. گفتم نه عزیز من، به اینا میگن MD، یعنی مینتین دیزیز. دیزیز که همین بیماری و مریضی و امراض و اینان، مینتین کردن یعنی نگهش دارن. مثلا شما ماشینی تو که مینتین میکنی، هر کی میاد میگی این ماشین مدل چنده، شما میگی مال 10 سال قبل، میگه آقا مثل ماشین نو میمونه. شما اینو خوب مینتین کردی. مینتین همون نگهداری میشه، مراقبت. این دوستمون داوود ما رو سر کار گذاشته. حالا دیگه اگه یک کلمه انگلیسی هم میگیم از چی میگن ترس ایشون، فوری فارسیش هم میدیم. بله، خب آقای مهران احتشامزاده هم میگه درود آقای سربی، خیلی ممنون، منم به شما سلام میکنم، امیدوارم هر جای دنیا که هستی خوب خوش سلامت باشی. در آمریکا یک شنبه روز مادر هست و اینجا همه این جشن ها تبدیل شده به یک بازار. شنیدم ایران هم الان اینجوری شده، والنتاینه، نمیدونم قلب میفروشن و جشنهای دیگه هست. در هر صورت این هم یه بازاری شده و اینجا به شدت از یه ماه پیش میگه که نمیدونم دیروز اتفاق مسخره میکرد این آقای جیمی فالن. شبا ببینید این کمدی های شب خیلی جالبه. اولا خسته کننده نیست مثل اخبار، اخبار رو به صورت طنز بهتون میگه. گفت که آمار نشون داده که مردا یا آقایون یا پسرا 169 دلار برای مادرشون کادو میخرن، 19 دلار گل، 140 دلار که یه روزه برسه اونجا، برای که همشون دیر به فکرش میفتن. در صورت اینم از این میگه که درود آقای سربی، همیشه مثال استخوان لای زخم. اصلا نمیفهمم یعنی چی. همشهری عزیز من، خواننده و هنرمند خوبمون، من استخوان لای زخم رو نمیفهمم. خوشحالم که خانم شوبری هم اینجا هستن. من یه چیزی برای خانم شوبری پیشنهاد کردم، گفتم که ایشون روی فیسبوکشون اینو بنویسن، خیلی ساده نوشتنش. ببینید اینه، گفتم که حالا نمیدونم جملهش و اینا، من خیلی فارسیم خوب نیست، چون متاسفانه تو همون ایرانم ماها که رشته فنی میخوندیم خیلی دوربر فارسی و گرامر و اینا نبودیم. گفتم اینشون با همسرشون که تصمیم گرفتن همون چیزی که فکرمونه بگیم دیگه، بنویسیم انتقالش بدیم. ما تصمیم گرفتیم که پس از 7 سال بیزینس خود را واگذار کنید، در صورت تمایل با ما تماس بگیرید. تلفن 203، یه بار دیگه بیارمش، 203-545-3166. دوستان عزیز، امروز ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد، واقعا به این پشتکارش با تبریک بگم، 178مین برنامه خودش رو از ایران تقدیم شما میکنه. امیدوارم برنامه رو ببینید. اگر سوالی دارید با خودشون تماس بگیرید. ایشون خیلی فعاله روی تلگرام و نمیدونم فیسبوک و یوتیوب و تلویزیون مردم، و تلویزیون مردم که هر روز برنامه‌هاشون رو پخش میکنه. و الان 178 تا 352 تا 156 تا، بیش از 3 ساله که ایشون اینجا برنامه داره. بله، میگن که آها خیلی ممنون، نه اصلا قابلی هم نداشت، من براتون فرستادم و بذارید من اینو به دوستان دیگه هم یاد بدم. اتفاقا اینو خانم شایسته الهامی اون موقع که با ما دشمن نبودن به من یاد دادن. گفتم اینو شما چجوری رنگی مینویسی به این قشنگی؟ گفت خیلی ساده است، خود چون اون وقتا باید جدا درست میکردیم، گفت که خود فیسبوک این برنامه رو گذاشته. ما هم این همه حرفای سیاسی پوچ و بیهوده و هیچ کدوممونم عوض نمیشیم، نه من زورم به شما میرسه نه شما زورتون به من میرسه. ماها مثل یه درختی هستیم که دیگه حالا چه خوب چه بد، چه با میوه چه بی میوه، چه درخت عرعر چه درخت کاج سر رشد کردیم. حالا یکی بخواد بیاد ما رو کچ کنه، ماکسیمومش یا میشکنیم که درخت خراب میشه،
یا سپر ماشین اون کنده میشه. اینه که میگن یه دفعه ما رفتیم یه درختی رو از ریشه در بیاریم، فکر کردیم تو این ویرجینیا درختها ریشه ندارن، هی شنیده بودیم این آمریکایی‌ها خیلی بی ریشه هستن مثل درختاشون. یک پیکاپ تراک نو آوردیم، زنجیرم بستیم پشتش، بستیم به این باقی مونده این درخت بیچاره و کشیدیم. شانس آوردیم که این زنجیره که در رفت نخورد تو سگ و صورتمون، و الا الان یا چارچش شده بودیم یا یه چش شده بودیم. در صورت مواظب باشید دوستان اگه این کارها رو انجام میدید. سلام به آقای اکبری عزیز. بله نگاه کنید دوستان، این صفحه شخصی منه و فکر کنم من فقط تو صفحه شخصی میذاره این کار رو انجام بدید. من میخوام یه چیزی بنویسم، حالا یا با فارسی یا با انگلیسی. میام اینجا مینویسم تست کلاس اکابر، تست فور هرچی دیگه، حالا هرچی اینجوری. ببینید بعد اینو که میزنی، بس که باید اول اونو میزده. آره یه بار دیگه از اول شروع میکنم. نگاه کنید اینجا تا شروع میکنی، حالا دیگه اینم ناز میکنه، این رنگا زیرش میاد. بذارید صفحه رو نو کنیم. ما اول باید اینو امتحان میکردیم یاد بگیریم، بعدن یاد دیگران بدیم. درست همین ماجرایی که ما میخوایم دموکراسی رو یاد آخوندا و یاد دوستان در ایران بدیم، خودمون اینجا از دموکراسی هیچ خبر نداریم. شما برید ببینید زیر این برنامه آقای ویدیوی ظریف و اون راجب جیمی کارتر که گفته ترامپ اشتباه میکنه، دوستان خوب که خیلی با منطق همه درود ورود درود خروج هستن چه فحشایی میدن. بله ببینید من یه بار دیگه اینجا سعی میکنم. آهان ببینید اینجا تا میخواین شروع کنید، قبلش هر کدوم از این رنگا، مثلا اگه میخواین بگید که ما طرفدار گیا هستیم و فلان اینها، این یکی رو انتخاب میکنید. ببینید چقدر قشنگه، این یکی رو انتخاب میکنید، این یکی رو انتخاب میکنید، اینا رو انتخاب میکنید. اون وقتا باید برنامه اینا میدونم فتوشاپ و فلان و اینا داشتی، بعد اینجا هم یه چیزای دیگه گذاشته که بی نهایت که نه، بالاخره یه تعدادی داره. اینو میذارید مثلا دوتا چشمو برای هالووین و اینها، یا اینو و مینویسید دیگه. این به همین سادگی خودشم قرار میده اونجا. من ممنونم از خانم شایسته الهامی و ما کار به اصطلاح دشواری انجام ندادیم، ولی بعضی از دوستان همین قدم حسودیشون میشه که یاد یکی دیگه بدن که ای داد بیداد نکنه این یاد بگیره و مغازه من تعطیل بشه. حالا ما چه مغازه‌ای داریم مردشور این بقالی ببره؟ ما نه سوپرمارکت شدیم نه بقالی شدیم. بابای هوشنگ، بقالی سر کوچه ما بابای هوشنگ بود. خوشحالم که آقای مجید روحی هم اینجا هستن و ایشون هم خیلی زحمت میکشه. یه مدت به هر زبانی که تونسته بود یک سلام علیک و کجا برم ایستگاه قطار و نون کجا بخرم و نمیدونم اداره پلیس کجا هست و اینا رو یاد دوستان میداد و به نظر من کمک خیلی بزرگی بود. دوستان اینایی که قدمای کوچیک برمیدارن راه‌های طولانی رو هم طی می‌کنن، ولی اونایی که نشستن هی میگن آقا ما که امکاناتش نداریم ولی ما می‌خوایم بریم برسیم به اونجا، هی میگن برسیم به اونجا، هیچ وقت نه تکون می‌خورن نه به اونجا میرسن و تا حالا شاهدش بودین 40 سال گذشته به هیچ جایی نرسیدن. بله آها میگن که مادر ندارم برای مادرم، شاعر ستاره یه روز قشنگ و یه روز باهایی. آها خب شما یه زنگی میزدی، الانم میتونی زنگ بزنی، من این پایین شماره تلفن مینویسم، با اون صدای زیبا شما قشنگ برای دوستان یه شعری رو دکلمه کن با اون لهجه بسیار زیبا. 202-695-2573 این بغلش هم می‌نویسم USA که شما بدونی از اونجا باید هر پیش شماره یا کدی رو که باید بگیری. و این نوار ما 3 دقیقه برنامه ضبط میکنه. اینم از این ماجرا. و اما اجازه بدید من از پتیک عزیز تشکر کنم که همون جوری که قول داده بود برنامه آقای انصاری رو به اصطلاح حمایت میکنه، اینجا نامش امروز اومد. خیلی ممنون، متشکرم. و منم برای آقای انصاری نوشتم که آقا حمایت رسید، حالا شما همت کن و بیا برنامه بذار و با دوستان صحبت کن. ما خانم سویلا نگفتیم اسم شما قلابیه، گفتیم چه جالبه اسم شما هست،
سهیلا سمر بخش، بعد اسم یه دوستی هست سمر جهان بخش، یه چیزی اینجوری. در هر صورت اسم یه چیز قراردادیه، شما از فردا اسم خودتو بذارید، بذارید چی بگم، مثلا مثل این دوستمون ستاره، به من چه؟ یا حالا اسم شما رو ما یه بار میگیم بعد برنامه تموم میشه، اصلا چه تأثیری رو زندگی دوستان، رو زندگی من، رو زندگی شما میذاره؟ این برنامه فیسبوک که نشون دادید خیلی وقت وجود داره، قربونت برم. اینجا میگن شما اگه تا حالا نمیدونستی، حالا که فهمیدی برای شما تازه است. خب بی وفا، شما چرا یاد ما ندادی اون وقت؟ حالا بیار یه ویدیو به من نشون بده که شما زحمت کشیدی به دوستات نشون دادی. ما که نگفتیم این همین الان از تنور اومده بیرون، گفتیم 2-3 سال پیش که خانم شایسته الهامی با ما دوست بود و لطف داشت و نوشته هایی رو برای چیز میفرستاد، قبل از این ترامپ شالاتان، ما یه روز دیدیم یه چیز قشنگی اینجوریه، گفتیم این با چه پروگرامی درست کردید؟ ایشون برای من نوشت فیسبوک گذاشته. بعد نگاه کردم دیدم فیسبوک گذاشته. حالا شما این قسمت رو از مغزت پاک کن. راستی میتونیم یه چیزایی رو که نمیخوایم از مغزمون پاک کنیم، مثل کامپیوتر؟ یا دقیقا مثل کامپیوتره، وقتی هم پاکش میکنی باز هستش. میدونید که در رابطه با دوستی و اینها یه مسئله هست، حتی برای خانواده هم میگن، میگن که وقتی که یک میگن یه پدری نصیحت کرده به پسرش در رابطه با به اصطلاح دوستاتو از خودت ناراحت نکن، فامیلتو از خودت ناراحت نکن اینا، برای که میخواسته براش مثال بیاره. پسر خنگ بوده مثل من، گفته پسر جون برو این میخ و چکاشو بیار، این دیوارو میبینی؟ گفت آره. گفت این میخ بزن اینجا، یکی بزن، این دعوا با داداش، یه میخ دیگه بزن، این دعوا با مادره، یه میخ دیگه بزن، این دعوا با پدره، حالا این میخا تو دیواره، بعد باهاشون آشتی میکنی، این میخا رو بکش بیرون. پسره میخا رو میکشه بیرون، میگه نگاه کن میخا رو کشیدی بیرون ولی سوراخه باقی موند. سوراخه همون احساس بدیه که توی مغزمون باقی میمونه و الی آخر. در رابطه با روز مادر، فکر کنم خانم شبیری یه عکس خیلی قشنگی گذاشته بود که نشون میده واقعیت اون شعر ایرج مرزا که آخ پای پدرم پای پسرم خورد به سنگ، که پسره رفته قلب مادرشو داره برده ولی حالا قلبه تو دست پسرش که میخوره زمین، میگه چقدر ناراحتم که زانوش زخم شد. این به اصطلاح لطف و محبت مادرها رو نشون میده. یه عکس خیلی قشنگی ایشون گذاشته که یه مادری قلبش در اومده، گذاشته تو این شیشه های سرم هست که به اصطلاح وقتی مریضی خون میخواد و اینها، اگه بتونن این عکس رو اینجا بذارن، من متوجه نمیشم. Area code is CT, yours is 202. من نمیدونم 202 مال ما اینجا 703 هست و 571. بعد شما که تو آمریکا هستید این ایریا کده، ولی به غیر از این یه چیز دیگه هست که میگن کانتری کد. مثلا اونی که از ایرانه فکر کنم از اونجا باید 201 رو بگیرن. به اینا پریفکس هم میگن و اصلا اینا مهم نیست، مهم اینه که شما این شماره که میخوای بگیری، الان که دیگه هر جا میخوای شماره بگیریم با 10 تا دیجیت شماره بگیرید، 202-695-2573. ما یه مشکل دیگه که تو فیسبوک داریم اینه که به یکی گفتیم که آقا شما قول دادی نیومدی، 3 نفر که بعد قولن میگن آقا ما، میگن بابا من که به تو نبودم، به یکی دیگه بودم. بعضی وقتا این مثالا رو که جنرالایز میکنیم، عمومیت میدیم، یکم دردسر درست میشه. در صورتی که از طرفی به همون یاد دادن که تو تلویزیون و رادیو شما عمومیت بده که طرف نگه آقا چرا اسم من آوردی تو تلویزیون. چی کار کنیم؟ تجسم کنید ملا نصرالدین با پسرش با الاغش میخوان برن بازار، پسره رو میذاره رو الاغ، خودش راه میره، طرف میرسه میگه آقا احترام پدر کجا رفته، این پسر جوونه میتونه راه بره، تو باید بشینی والا این افسار این الاغو بگیره.
ملا نصرالدین میگه درست میگه، همین کارو میکنه، میره اون ورتر یکی بهش میگه آخه بی انصاف ملا، این بچه ضعیف تو گذاشتیش پیاده را بره و خودت به این چاقی رفتی نشستی روی این اولا، میاد پایین دوتاشون پیاده را میرن. یکی دیگه میگه ملا به من گفته بودن تو احمقی ها، ولی باورم نمیشه. خب اولاق دارین چرا سوارش نمیشین؟ میگه راست میگه، دوتاشون سوار اولاق میشه. نفر بعدی میاد میگه آخه بی انصاف، شما دو نفر سوار یه اولاق شدی، 5 تا حالت، ولی هر کاری کنی شما دوستان ایراد میگیرید. دست ممنون و متشکرم. Looks like I am wrong. I don't know. من از صبح تا شب درباره 1000 تا چی رانگم. خوش به حال شما که درباره یه چی رانگی. یه دوستی یه روز زنگ زدم گفتم کجا هستی؟ گفت بانک. گفتم چقدر خوشحالم که من چون پول ندارم بانکم نمیرم. اون ضرب المثل بود که میگفت قربون خودم که خر ندارم، از یونجه و از نرخ یونجه و جو خبر ندارم، یه همچیزی. یه دوست دیگه امروز گفت که رفتم دندون پزشکی و هنوز دندونام درد میکنه. گفتم خیلی خوبه دیگه، ما دندونم نداریم، دندون پزشکم نمیریم. البته ناگفته نماند، من از لحاظ دندون خیلی خوششانسم و یادم اولین بار بعد از 30 سال رفتم دکتر تو آلمان، گفت دفعه قبل کی دندون پزشک بودی؟ گفتم هیچ وقت. این فکر کرد آلمانیم خوب نیست نمیفهمم. گفت نه منظورم نه اینجا، تو ایران تو کشور خودتون. گفتم آقا هیچ وقت. گفت تو 30 سال دندون پزشک نرفتی؟ گفتم آره. خب دندونم درد نکردی که برم دندون پزشک. ولی خیلی ها هستن دندون هاشون گچی نوعش و اینا، بیچاره ها چه دردا میکشن. پسر عمو من یکی از اونها بود، همیشه آسپرین میذاشت اینجاش، فکر کنم با آسپرین نشه میشد. خب آقای مصباح عزیز از آفریقا میگه نوروز شما نورانی. خوبه توی واشنگتن، اینجا ما از لحاظ آفتاب و اینها کمبود نداریم، ولی توی آلمان که بودم اون 22 ماه بعد یه مدت دیگه افسرده میشی. تازه بعضی ها میگفتن حالا شانس آوردی اینجا هستی. آقا اگه سوئد بودی که آفتاب و نمیدونم 6 سالی یه بار باید عکسش فقط میگرفتی. خب دوستان عزیز بهتون گفتم که امروز جمعه 11 ماه می هست و برابر با 21 اردیبهشت 1397 ساعت 4 بعد از ظهر با آقای حسن ارشاد هستیم، برنامه 178 و 3 بعد از ظهر شاید با آقای امیر حسین لادن باشیم اگر ایشون برسه به موقع، اگرم نه که ببینم دوشنبه اون وقت اگه امروز نشد دوشنبه. ایشون نوشته، یکی از دوستان نوشته گاو پرستش می شود، آزاد همینجا میچرخد، هم هیچ کس نمیتواند اعتراض کند، اگر کرد کافر و زندیق است و خون ریختنش حلال. اتفاقا من یه دوستی دارم اینجا، استاد دانشگاه بوده، میگه که بعد از اینکه چند سال اومده بوده آمریکا، پیره خیلی مسن 80 خورده سالش، میگه که بعد از اینکه اومده بوده آمریکا بعد یه سفر با بچه‌هاش برمیگرده میره هندوستان و وقتی میره اونجاها میبینه ای مکدونالد باز کردن. بعد بچه ها تا تابلو مکدونالد میبینن میگن بابا ما مکدونالد میخوایم. میرن وای میسته، با تاکسی بوده، وای میسته و به تاکسی دربست بوده، میگه وای سو بریم. میره داخل میگه چی؟ میگه که شما رفتی آمریکا که خبر نداری، ما که اینجا گوشت همبرگر و اینها نداریم. بعد میگه چرا؟ میگه خب اینجا گاو مقدس فلان و بیسار اینا. این همون موقع به فکرش میرسه که لمبرگر، اینجا به بره میگن لم، LAMB، بعضی ها میگن لمب، بهش خون نمیخونن، مثل این ماهی سمن که بعضی از دوستان فارسی میگن ماهی سلمان، ماهی سمن هست، الشو نمیخونن. در هر صورت این میره استرالیا، گوش کنید، میره استرالیا به یه شرکت به اصطلاح قصابی، چی بگیم دیگه، تولید گوشت. اینجا بعض وقتا به اینا میگن فارم، مزرعه، فقط برای وچت، برای گیاه و اینا نیست، برای مرغ هم میگن چیکن فارم، برای ماهی هم میگن فیش فارم، همین استخرایی که درست میکنن اینها. در صورت میره به یه شرکتی میگه که من اگر روزی مثلا 1,000,000 از این پد هم به جای همبرگر لمبرگر. طرف میگه آقا تو دیوونه شدی؟ روزی 1,000,000؟ خاطر این نمیدونسته که این برای هندوستان میخواد، هندوستانی که جمعیتش 1,000,000,000 بوده. دوستان الان شده 1,200,000,000.
یا 1700 هزار میلیون. خلاصه میگن بابا ما به تو 1 میلیون دلار میدیم که فقط اینو به ما چیز کنی. اینم میگه بفرما. این مکدونالد توی آمریکا، خب مرد حسابی لمبرگر درست کن برو بهش بده. 1 میلیون دلار پول گرفته، الان هم یه مغازه خیلی خوبی اینترنشنال بازار داره توی یک مال بزرگ و خوب، و با وجودی که 80 خورده سالشه میگه من تو خونه نمیشینم، من باید بیام بیرون کار کنم، مردم رو ببینم، با مردم صحبت کنم. خب این نوار 5 دقیقه دیگه آگهی ها رو بهتون نشون میدم. بازم دوستان بهتون میگم که اگر دنبال یه شغلی میگردید که مشکلم نیست، خیلی زحمتم نمیخواد بکشه، مثل گرمای نمیدونم نونوایی و مثل مکانیکی و این چیزا نباشه، این دوستان ما 7 ساله یه جایی رو باز کردن به نام جینیز هوکا لانج، حالا میخوان بازنشست بشن. گولدن یر، اینجا بازنشستگی رو میگن دوران سالهای طلایی، و اگر کسی مایل باشه میخوان واگذار کنن. واگذار کردنش هم شما با خودشون مستقیم تماس میگیرید، شماره تلفنم بعد توی برنامه باز یه بار بهتون نشون میدن. خب خانم سهیلا ثمربخش برعکس آقای اکبری همشهریمون میگه سپاس که یاد دادید. من اینجا توی آمریکا یه چیزای بدی رو، مثلا یه کسی که دیوونه بازی در میاره میگن once crazy always crazy، یعنی این یه بار که دیوونه باشه دیگه همیشه دیوونه. ما معلم ها هم چون مجانی کار کردیم و مجانی حرف زدیم و یاد دادن رو دوست داریم، once a teacher always a teacher. یه وقت شما معلم باشی، اصلا بهتون گفتم دلیلی که من رفتم دنبال معلمی این بود، کلاس دهم من رسم فنی بلد بودم از تو دبیرستان، دیگران بلد نبودن. این آقای مهندس خورسندی آدم تنبلی بود، مینشست تو توی کلاس حساب کتاب مغازه پارچه فروشی با برادراشو اونجا جمع و تفریق میکرد، بعد دید به به چه فرصت خوبی، این سوربی بلده رسم فنی، گفت پسر بیا اینجا ببینم وایسا درس بده. ما وایسادیم درس دادیم، چی دیدیم اصلا انگار که باد شدیم، چقدر قدرت زیادی که وای میسی جلو چند نفر اینجوری صحبت میکنی، دستشونو میکنن بالا ازت سوال میکنن. اینا 16 سالم بود، اولین کلاس درس 16 سالم بود. بعد جالبه که اینا وقتی معلم ها میرفتن تو دفتر صحبت شده بود که آقای حاجی معلم و پسرش که مهدی معلم اونجا بود دنبال اینا، ببین با همه وضع خوبی که داشتن دنبال آدم کارگر مجانی میگشتن، به اینا نگفته بود یکیتون بیاید به بچه من درس بدین، مثلا به جای ساعت 40 تومن بهتون ساعت 20 تومن بدم. گفته بود که یک کس سراغ نداریم به این بچه من، بچهش خیلی تخس بود مهدی، درس بده. آقای خورسندی ما رو معرفی کرده بود که این سوربی اینجوری، آقا این پسر دیوانه بود مهدی، ما رو یه دو بار با موتورسیکلت سوار کرد زد زمین روی شن و اینا، ما هم که یه شلوار بیشتر نداشتیم، این شلوار پاره شد، گفتم برم. بعد فردا رفتم گفتم من دیگه به پسر درس نمیدم. گفت چرا؟ گفتم شلوارم پاره شده. گفت برات شلوار میخرم. گفتم نخه، شما شلوارم بخری این پسر ما رو میزنه زمین میکشه، شما برو برای پول شلواره رو بده برای این یه معلم پیدا کن. چه روزگاری داشتیم ما. خب دوستان عزیز امروز جمعه است، همونجوری که بهتون گفتم این سیاست کثیف و نمیدونم اینا رو بذاریم کنار، من و شما که مهره ای نیستی، من و شما فقط داریم گول خودمون میزنیم. آقا نگاه کن کارتر شاه ایران رو عوض کرد، برید بابا بخونید کارتر کجا عوض کرده، اصلا دست قاش کارتر نبوده، شاه با دست خودش تیشه زد به ریشه حکومت خودش. یکم مطالعه کنید، قرار شد سیاسی نباشه. بعدم امروز ویدیوهای زیادی دارم، نوشتهای زیادی دارم، پتیک عکس فرستاده نشونتون بدم و ببینم که چیه. این دوستمون بله آقای بیژن جعفری، همین والنتاین، میگه که فروغ فرخزاد گفته وقتی دنیا به فکر تسخیر فضا بود ما به این میاندیشیدیم که انگشتر عقیق در کدام انگشت. من بیژن جان از بس دیگه هر کسی هر دروغی رو هر مزخرفی رو به اسم یه بزرگی میاد مینیسه، مثلا مینیسه سعدی گفت تو که ماشینت بنزین ندارد پا
پس چرا قارقار میکنی؟ سعدی شیرازی. یا کوروش کبیر گفت من اگر روزی تلسکوپ داشته باشم کره ما دیگه، من اصلا باورم نمیشه اینا. یعنی این فیسبوک و همین فیک بوک که میگن درست، و تو ایران هم بهش میگن فیسبوک، این دیگه اصلا. حالا خانم فروغ فرخزاد من نمیدونم اون موقع چند سالش بوده، تسخیر فضا، این روسا اولش اون یوری گاگارین، بعد آقای کندی و اینها، فکر نمی کنم، ولی حالا اب نداره. خب حالا اینو فروغ فرخزاد گفته، چه باید کرد؟ همه به فکر تسخیر فضا هستن، ما به فکر انگشتر عقیق بودیم، ما به فکر آفتابه نمیدونم مسی باشه یا پلاستیک باشه، با پای چپ بریم یا با پای راست بریم، هممون میدونیم. این ذکر مصیبت چه فایده ای داره؟ چه باید کرد؟ یه فروغ فرخزادی پیدا کنی، سیگار نکشه، رانندگی بد نکنه، نمیره، به من و شما بگه چه خاکی بر سرمون بریزیم. دوستان چرا میگن چه خاکی بر سر بریزیم؟ که بعضی هم میگن خاک کاهو، چون کودش خیلی زیاده. خب اینم از ببینیم که براتون چی نوشتم، چی گذاشتم اینجا، با هم ببینیم. بله، آقای به نام مدرس نوشته سردبیر محترم، بدین وسیله آخرین اطلاعیه خبری بنیاد کودک در خصوص فعالیت‌های بنیاد کودک در کمک به بیماران مبتلا به SM را به زبان‌های انگلیسی و فارسی جهت استفاده در رسانه شما ارسال می‌دارم. خواهشمند است در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا هر سوالی با دفتر بنیاد کودک تماس حاصل فرمایید. با تشکر فراوان. خب خیلی ممنون. اینم من نشون میدم و امیدوارم شما هم جویا بشید و کمک کنید، و این کمک کردن به دیگران یه احساس قشنگ و خوبیه که آدم خودش بیشتر به اصطلاح لذت میبره تا اون کسی که اون کمک رو دریافت کرده. و بله، پرواز دو کبوتر میگه که این دوتا جوان سایر بیماران مبتلا به SM را دریابیم. آها، مثل که این دوتا بنده خدا دیر شده دیگه برشون. Gone but not forgotten. این اگه کسی ترجمه میکنه، آقای مدرس ترجمه فارسی با اون ترجمه انگلیسیش باید یکی باشه. این بر شما مینسین رفتن ولی فراموش نمیشن، این بر شما نشتی پرواز دو کبوتر. حالا ما از پرواز دو کبوتر با حدس بزنیم که این بنده خداها از بین رفتن، از دنیا رفتن. و این در صورت پورتلند اورگان، پورتلند اورگان جایی است که آقای محسن نادری نژاد اونجاست. ایشون هم خیلی کمک میکنه، مخصوصا الان دیگه پدر بزرگم شده بیشتر و اینها. و اینجا نوشتن با بنیاد کودک با تلاش شبان روزی داوطلبان توانست بیش از 100,000 دلار، 101,097 دلار برای علی و رهام کمک جمع آوری کند و اکنون این دو کودک دیگر در بین ما نیستند. تصمیم دارد این کمک ها را برای حمایت از کودکان دیگری که مبتلا به بیماری SM هستند. در هر صورت خیلی متاسفیم برای پدر مادرشون، چون اینها که بالاخره فوت میشن میرن، ولی پدر مادر هستن که هیچ وقت فراموش نمی کنن. و این کمک هارم اگر همون به موقع انجام بدن، نوشدارو بعد از مرگ سهراب نیست، ناگفته نماند که خیلی وقتا پول و کمک ها و این هم مؤثر نمیشه. و بعضی هایی که به سرنوشت، اینجا بفکر کنم به سرنوشت میگن دستینی، باور دارن، میگن دیگه این دست سرنوشت بوده و قضا و قدر، تقدیر. و این از این. بذارید من این آگهی آقای انصاری رو به شما نشون بدم که درباره کتابشون هست. دوستانی که من براشون توی کانادا کتاب فرستادم، یکیشون فعلا گفته که کتاب رسیده، تشکر کرده. ما گفتیم خب شما همیشه لطف کردید، حمایت کردید، یه بارم از اینوری به اصطلاح ما قدردانی کنیم. خیلی خوشحالم. و همین دوستمون
توضیح داده. اون سوالی رو که من عرض کردم، گفتم این تفاوت چیتینگ یا چیدینگ با ادالتری چیه، ایشون گفت مثل رابطه نامشروع با نمیدونم زنای محسنه و این چیزا و اینا، این آقای ترامپ هر نوعیشو بگین داشته، این پسر احمق عقب افتادش هم، نه اون کوچولو، اون کوچولو که بیچاره طبیعی این مشکل داره، ولی اون بزرگه، همون که میگن به جای این بیرون کشیدن از برجام، اگه 40 سال پیش بیرون کشیده بود یه الاغی مثل این دنیا نمیمد، الان دوستمون از خلیج فارس میگه چرا گفتی به این الاغ، الاغ زحمت میکشه ولی از اول عمرش مفت خورده. این زنش رو طلاق داد، حالا رفته با یک خانمی که اصلش فکر کنم اسپانیش باشه، توی فاکس نیوز دوست شده و گفتن که به زودی این خانمم لابد 130,000 دلار پول گیرش میاد. بشنویم با هم این آگهی رو و برنامه رو ادامه میدیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خدایی که یکی است و هرچه هست از اوست و بازگشت همه ما به سوی اوست. حضرت عیسی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید حقیقت را پیدا کنید و حقیقت شما را آزاد می‌کند. برای آینده بهتر باید گذشته خود را بهتر بشناسیم، به خصوص اگر هدف گروهی برگرداندن گذشته به آینده باشد. به لطف و بزرگی حضرت حق و به شکر او، به اطلاع تمام علاقمندان به تاریخ معاصر ایران میرساند که کتاب سوم احمد علی مسعود انصاری به نام ناگفته‌هایی از تاریخ معاصر که مکملی بر کتاب‌های من و خاندان پهلوی و من و رضا میباشد که شامل مصاحبه‌ها، مقالات و جوابیه‌های احمد علی مسعود انصاری است، توسط شرکت آمازون منتشر شد. از جمله عناوینی که می توانید در این کتاب از مصاحبه ها، مقالات و جوابیه ها مطالعه بفرمایید به شرح زیر است. 1. چرا شاه از ایران رفت؟ 2. تلاش های هاشمی رفسنجانی برای عادی سازی روابط با آمریکا. 3. سقوط شاه از نگاه نزدیکان فرح پهلوی. 4. فرح با فساد اقتصادی مخالف بود. 5. سقوط سلطنت تقدیر الهی بود. 6. آیت الله شریعت مداری، شاه و احمد علی مسعود انصاری. 7. نقش فرح و یاران در انقلاب ایران. 8. پیدا و پنهان رضا پهلوی. 9. جبر و اختیار. 10. پاسخ به اظهارات فرح پهلوی. 11. پاسخ به شعبان جعفری و 12. پاسخ به پرویز ثابتی. علاقمندان می توانند این کتاب را از شرکت آمازون خریداری فرمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به توضیحات و لینک زیر این ویدیو توجه فرمایید. بله دوستان، من اینو یه مقدار نگه میدارم چون توی آمازون نمیتونن اسم کتابا رو به فارسی بنویسن، اون بالا به انگلیسی ولی فارسی یعنی فنگلیشی یا فارگلیسی هر چی بگه نوشتن ناگفته هایی از تاریخ معاصر که با انگلیسی هم ترجمهش کردن An Inside View of Contemporary Iranian History، ناگفته های از تاریخ معاصر، بعد مکملی بر کتاب‌های من و خاندان پهلوی، من و رضا و مصاحبه و اینها، و این هم از این ماجرا. حالا ساعت 3 بعد از ظهر اگر بتونم با آقای امیر حسین لادن صحبت می‌کنیم، سوالاتی که شده بعد از برنامه آخری که هفته پیش ایشون با ما بود پاسخ میدن. و توی صحبتای این کتاب میگه که فرح با فساد اقتصادی مخالف بود. من وقتی که قرار 3 تا مصاحبه با آقای انصاری داشت بشم ازش سوال میکنم آخه آقای انصاری مگه کسی میاد بگه من با فساد اقتصادی موافقم؟
این ترامپ شارلاتان که 130 هزار دلار داده به این زنه و اون وکیلش که به جای وکالت پا اندازی میکنه و اینجا بهش میگن فیکسر، اصلا میره چیزها رو فیکس میکنه و اینها، گفت که من 130 هزار دلار خونم رو بردم گذاشتم گرو، از 250 تا که گرفتم 130 تاشو دادم به اینو، اون دروغگو هم گفت من اصلا خبر ندارم، الان گندش بالا اومده 4.5 میلیون، این پدر سوخته یه کوت آبی میکنه براشا، این کوت 3000 دلار. من اون روز میخواستم بگم این چیه، نداره، رفته از سلویشن آرمی گرفته، بعد گفت تو برنامه تلویزیون گفت این کوتش 3000 دلار. حالا هرچی هم خرج میکنه نه خوشتیپه نه خوشهیکله. بمانه این آقای کاهن یا همون کاهن خودمون، کلمی های شیراز داشتیم، کاهن، کاهنیم، کاهن، این آقای مایکل همون میکائیل خودمونه، میخائیله، و 4.5 میلیون یه شرکتی الکی درست کرده، پولا رو از AT&T و شرکت های دیگه گرفته، و این وکیل این زنه من نمیدونم چه زرنگه که این اینفورمیشن ها رو در میاره، و بعدی که این اومد اعلام کرد تازه AT&T گفت آقا ما 2 ماه 3 ماه گرفتار اون آقای مولر هستیم که بازرس مخصوصه و ما اعلام ندامت و پشیمانی کردیم که چرا اومدیم پول دادیم به این مرتکه که ما رو به اصطلاح نزدیک کنه به، همش راجع به نزدیکیه، حالا یا نزدیکی جنسی یا نزدیکی مالی، و این ترامپ بزرگترین شارلاتان آمریکان، و به خاطر همینم توی سن 72 سالگی هنوزم داره میدوه دنبال پول. باورتون میشه یه چک 13 سنتی رو رفته بانک نقد کرده؟ البته خب بعضی وقتا این کارا رو میکنن که یعنی بگن ما حتی یه پنی هم برای اون ارزش داره. من خودم اگه پنی رو زمین میبینم، بعضیا پنی ها رو میریزن دو، آقا این پنی 5 پنی خرج شده تا درست کنن، و این برای رواج کاره، و الا ارزشش این که اون وقتا مسار آب میکردن میفروختن، این ارزشش بیشتر از این بود، نقد 10 15 پنی بود. و بعضیا تو جیبشون چیزه میریزن تو خیابون، میریزن اینور و ما بر میداریم. حالا اگرم اینجا میگن head or tail، ما تو ایران میگفتیم شیر و خط، اینجا اگر سر این آبرام لینکن فکر کنم روش باشه ببینی میگه good luck، یعنی خوشخیم که نه، یعنی چی میگن، شانس خوبی آوردم. این از بذارید من این چون 2.5 شده این صفحه، بله بعضی از دوستان گفتن که آقا شما میگید صفحه خانم فری شوبری چند تا هست، خب شما هم دیگه تنبلی دا، خب چند تا هست به 3 تاش مسیج بفرست، اگر واقعا به جای اینکه به من تماس بگیری بگی آقا من میخوام، بعد جینیز هوکا فری شوبری، یا حالا من به بار دیگه بهتون نشون میدم این صفحه رو، نمیخوای اونی که میخواد اذیت کنه میگرده راشو پیدا میکنه، ولی اونی که نمیخواد اذیت کنه تنبله. گفتم بهتون مثل این بچه گنجیشکا باید همه چیزو بفرمایید. این صفحه خودشون، بله شما درست میگی، 3 تا هست، ایشون هم مثل من شادی پایین بیشترم باشه، نه همونه 3 تا اصلی. یه زمانی من 12 تا صفحه داشتم، بعد دیدم آقا خانم 12 تا صفحه، شما اگه 120 تا دوست داشته باشی تو هر صفحهش 10 تا بعدم همه گمن. خود من و آقای انصاری میخواستیم حرف بزنیم، من رو فیسبوک برای ایشون می‌نوشتم، ایشون تو اسکایپ به من جواب میدن، من با اسکایپ جواب میدادم، ایشون رو تکست جواب میدن، میومدم تو تکست جواب میدادم، روی ایمیل جواب میداد. و این بعضی وقتا واقعا میگم داشتن زیاد، مثل تصور کنی همه مثل هندونه 4 تا داشته باشی یکیش هم سالم نمیرسونی. در اصل من پیشنهاد میکنم دوستانی که مثل من حالا یا دانسته یا نادانسته این صفحات رو درست کردن ببندینش. برای بستن صفحات هم پدر سوخته این فیسبوک کوفتی کار رو مشکل کرده، باید برید یا دی اکتیوش کنید یا دیلیتش کنید، بعض وقتا 14 روز نگه میداره تا بعد ببنده. در هر صورت بفرمایید این 3 تا اینجا هست. حالا شما جینیز رو ما میاریم GEN، بله ببینید تا زدم GEN این اومد، اینجا صفحه‌ای هست که مشخصاتشون هست و
به نظر من اگر اینجا یه شماره تلفن خودشونم که 203، بله ایشون که نوشته ایریا کد 203 مال کانتیکت، این سی تی یعنی کانتیکت، بعد شما نوشتی ایریا کد ای سی تی، من نمیدونم، خب من که نوشتم 202، من جای 203 نوشتم، شما با تلفن خودت اشتباه گرفتید و اب نداره، اینجا شماره تلفنشون هست، آدرسشون هست. من فکر میکنم اینجا ما اینو بنویسیم تلفن، خب اگه من بنویسم مردم فکر کنن تلفن منه، به نظر من خود شما اینجا بنویس یا یکی از اون چیزایی رو بذار، یا ببینم اینجا اینجوری میتونم من این کار رو انجام بدم. بله بنویسم روی دسکتاپ باید باشه، بله این هست، این هست، من هر سه رنگ رو گذاشتم اینجا، زمینه که برای شما فرستاده. یکیش بیشتر قبول نمیکنه. در صورت اینجوری دوستان، اگر مایل هستید که این بیزینس رو، قبولم نمیکنه که ما بذاریم، اینم یک به اصطلاح چیز دیگه هست، آپشنی هست که شما یا پسرتون که اون موقع این فیسبوک و اینها رو نگاه چیز کرده اجازه نمیده که این کارو منم انجام دادم، چون اگه اجازه بدین وقت چیزای خودتون اصلا دیگه نشون داده نمیشه، هی میان 3455 نفر اینجا هستن، شما خودت اون اکثر رو میتونی اینجا بذاری. در اصل دوستان عزیز جنیس هوکا لانج ماهر هستن که واگذار کنن شماره تلفن اصلیشون، البته گفتم به این زنگ نزنید ولی به اون یکی بذارید من اینجا باز کنم. کارها رو آسون کنید دوستان، که عذر و بهانه‌ای دیگه طرف نداشته باشه، بگی من میخواستم تماس بگیرم ولی شماره تلفن نداشتم، شماره تلفن رو بذارید، بگی من میخواستم تماس بگیرم شماره تلفن فارسی نداشتم، شماره تلفن فارسی رو هم براش بذارید. بفرمایید 203-545-3166، پس شد 203-545-3166. بریم سراغ آقای بیژن جعفری برای خرید و فروش و معاوضه اتومبیل در خدمت شما هستن. اینها توی مریلند هستن، همین همسایه ما، این مریلند و واشنگتن و ویرجینیا انقدر به هم نزدیک هستن که اینجا رو بهش میگن متروپولیتن ایریا، و حتی به جای دیگه بگن مریلند ویرجینیا واشنگتن میگن ام دی ام وی، دی برای دی سی، ام برای مریلند، وی برای ویرجینیا، از اون برم به ترتیب الفابت استفاده کردن دی ام وی، ولی اگه به یکی گفتی دی ام وی متوجه نشد فکر میکنه شما منظور دیپارتمان آف موتور ویکل، یعنی اداره راهنمایی و رانندگی. اینم از این باید یاد بگیریم، هیچ راه دیگه‌ای نداره، خرید فروش و معاوضه. بذار من همینو نگه دارم یکم بیارش عقب‌تر. بله پلی. خرید و فروش و خرید فروش و معاوضه اتومبیل در خدمت شما هستن. والنتاینز موتور بای سل تری 301-735-7553. شما هم اگه مایل باشید میتونید از تلویزیون مردم استفاده کنید، هم به این صورت آگهیتون رو داشته باشید، هم خودتون به صورت اینفومرشال. اینفومرشال توی آمریکا خیلی رسمه. اگر یادتون باشه تلویزیون ایرانی هم یه مدت این کارو میکردن، یه خانمی هم هست تلویزیون شبخیز بود، بعد رفت تلویزیون آقای شجره، خیلی ماهره در این کار. مثلا آب میخوان بفروشن، اول میان برای شما بدی آب معمولی رو میگن که این آب همون آب توالت رفته تصفیه شده برگشته اومده، حالا شما حاضری وقتی زلزله نیامده چیزی آب توالت بخوری، ولی بیا این آب بخر، این آب از سرچشمه حیات، اصلا خودمون رفتیم اونجا سر چشمه زمزم وایسادیم یکی یکی این پلاستیکا رو گرفتیم زیرش آوردیم، ولی بهتون نمیگن که همین اینو همین فرفکت مثلا از همون لوله آبی که ما میاریم اونم باز میکنه. حالا اینم ما نشون ندیم بعدا فردا بگن آقا نه این واقعا این پاکت نامه پاکت با... چی میگن این پاکت نامه بازکن رو مارکشو کندیم که تبلیغی نباشه. بله میتونید شما بیاید مثلا همین قرصی که من الان تبلیغش کردم اینجوریه،
بهش میگن شما اینفورمیشن میدی، کمرشال هم هست، اینفورمیشن و کمرشال با هم چسبوندن شده اینفورمیشن. مثلا من میام میگم شما از عدسه و سرفه دیگه دارید خفه میشید، بعد همیشه هم دیدید که این نوشته باید اینجوری باشه، پس یک دونه از این قرص ها نوش جان کنید. مثلا اینجوری نیست، اینجوری نیست، همیشه یک دونه از این قرص ها. بعد تا این قرص رو میخوره میگه انگار که همین الان تا گذاشت رو زبونش خوب میشه دیگه. اینه دیگه. خب بریم 2:49 هست و من هنوز نمیدونم که آقای لادن با ما هستن یا نه. اینم آها، برای که اون شماره تلفنی که ما دادیم به شما دوستان ببینید درست و کار میکنه، آقای فرخ سپهرا ساعت 2:32 امروز یه پیام گذاشته. حالا من پیامش رو براتون پخش میکنم، ضمن این که من به دوستان گفتم همون موقع پیام میذارید من پخش نمیکنم. مثلا آقای مجید نوروزی بعض وقتا در رابطه با یه چیز برای من مینویسه که من میخوام اینو بگم، میگم خب تلفن بزن پیام بذار پیامتو پخش کنم، یعنی عین این که از قرار قبلیه، با قرار قبلی. حالا پیام فرخ ببینیم چی میگه و در رابطه با چه موضوعی ایشون میخواد صحبت کنه. 30 ثانیه هم بنده خدا بیشتر. الو پارسای عزیز، درود، من فرخ هستم. به خاطر که گفتیم یک شنبه روز مادره، برادرم فرامرز تو آلمان خیلی آهنگ داره، ولی یه آهنگ داره به نام مادر که براتون فرستادم، توی ساند کلاود هست، اگه دوست داشتین پخش کنم. مرسی. برای ما فرستادی کجا؟ توی فیسبوک معمولا فرخ با من در تماسه و ماشاءالله اینقدر چی فرستادی که من نمیدونم کدومشه. حالا ببینم که فرخ مادر، بله دیدم، اینم تقدیم میکنیم به تمام مادرها، چه اونایی که هستن چه اونایی که رفتن ولی یاد و خاطرهشون هست. بذارید من اینو باز کنم. داداش فرهاد به نام فرامرز از آلمان. ببین داداشت از شما ببخشید من این خاموش کنم، داداشت از شما باهوشتر بوده، همون آلمان راسته. هم از داداشت فرامرز. فرخ خودت چون خانواده هستی، به نظر شما این آهنگ 50 ثانیه فقط اوپنینگ تحریر هرچی بگی میزنه موزیک، اونم با کیبورد، بعدم که داداشت زحمت میکشه میخونه صدای موزیک همینجوری بلند، خود شما بهش نگفتی خب کاکو جون ما میخوایم صدای شما رو بشنویم، ما میخوایم شعر رو بشنویم، این چرا این آهنگ؟ من نمیدونم این خواننده های ایرانی چه عشق و علاقه ای دارن این صدای موزیک ها اینقدر میبرن بالا که دیگه صدای خودشون هم پیدا نیست. در اصل خیلی ممنونم، متشکرم. این نظر من ها، ممکنه نظر من اشتباه باشه،
ممکنه الان هزار نفر بگن آقا چرا نمیذاری، بذار ما میخوام گوش بدیم. برای اونها من این رو کپی میکنم میذارم تو این صفحه فیسبوک. دوستان اگر مایل بودید اینجا، بله ساوند کلاود، بله اینو برات اونجا خودش فرخ هم میتونه رو این صفحه بذاره، رو هر دو صفحه هم میذارم، بذاری رو صفحه مردم تیوی هم بذارم که استفاده کنید. میگم که سالها پیش براتون یه ماجرایی بگم، من افتاده بودم تو کار موسیقی و موزیک و اینها، شاید هم قبل از اون که اصلا بیام تو کار موسیقی ایرانی، شنیده بودم که خب پول خوبی تو کار این کلاب دیسکو وقتا میگفتیم، حالا بچه‌ها میگن درد نگو دیسکو، بگو بار، بگو یه چیز دیگه هم میگن بهشون. گفتیم اوکی، گفتیم که ما بله ببینید آقای فرخ، کامران خانلر میگه نه کار خوبی کردی قطع کردی، یعنی به نظر ایشون هم حیف این همه وقت، حیف این همه شعر، حیف این همه زحمت که با یک کیبوردی که دکمه 6 8 نشو زدی دنبال دیمبل دنبال دیمبل دنبال دیمبل، خب نکنید این کارو. بله ببخش، شاید به خاطر همینی که من هنرمند نشدم، هنر ندارم، هنرم نمیفهمم. ما آمدیم گفتیم که ما یه فکر بکری داریم، میخواییم یه رستوران باز کنیم. یعنی رفتم یه جایی فیلادلفیا، ماجرای فیلادلفیا رو هم بعد براتون گفتم، حالا باید دیگه بدیم. رفتم یه جایی دیدم که هر 10 دقیقه 5 نفر میان جاز و گیتار رو اینا رو وصل میکنن، سیما رو میکشن این بر اون بر، یه موزیکی میزنن، بعد مردم یا بهشون دست میزنن یا اون وقتم نمیدونستم اینا وقتی میخوان کسی رو هو کنن میگن بو بو. بعد اومدم گفتم که یه جایی من باز میخوام بکنم و باندم نمیخوام کسی رو پول بدیم باند زنده بیاد اونجا بزنه، اینجا میگن بند، ما میگیم باند موزیک، گروه موزیک، هرچی نمیخوام چیکنیم، هر کسی باند خودشو بیاره اونجا هنرنمایی کنه. یه جایی هست اصلا اینا رو میکنن توی مثل قفس، چون مردم براشون شیشه آبجو پرت میکنن و بلوز برادر رو اگه نگاه کنید اونا جزوی یکی از اینا بودن که توی جاهای مختلف که میخوندن اینقدر ردنک بودن براشون توی این کافه ها چی دارن. خلاصه حالا میخوام برگردم به این که فرخ امروز برای ما آهنگ فرستاد ما پخش کردیم، یادم باشه این سررشته در نره. گفتم که من اینا میان اینا، بعد طرف گفت آقا کسی بهت پول نمیده که، هر کسی بلد نیست با این صدای پی با وسیله با تیون نشده، تیون به فارسی چی میگین؟ کوک نیست موزیکشون، اینها چجوری بیان بزنن و برن و اینها، و دیگه پولی نمیسازی تو. گفتم آها، اونایی که کارشون درسته برنامه میذارن میگن ورودیه 10 دلار، ما در باز میذاریم، وقتی اومدن تو مینویسیم حالا خروجیه 20 دلار. انقدر اینا بد بزنن هر کی میخواد بره بیرون باید پول بده تا ما بذاریم بره بیرون، این گوشش از صدای این موزیک بدی که اونجا میزنن به اصطلاح آزار نبین. اینو شما داشته باشی. به نظر میرسه که من همیشه تو کارهای برعکس بودم. ایرانی هستیم دیگه، هنر نزد ایرانیان هست و بس. اینا سالها اینجوری باز کردن، ورودیه میگیرن، کاور چارج میگیرن، ما میگیم نه آقا ما میخوام خروجیه بگیریم. اوکی، این ماجرای آهنگای درخواستی هست، هم تو آمریکا هست، هم تو شیراز بود، هم تو ایران بود، و معمولا از اون ور زنگ میزنن یا اون وقتا نامه مینوشتن، حسن علی کبرا صغرا، میگم اسم 12 امام و 14 معصوم و 5 چی بود اون دیگه، 5 تا دیگه چی بود، اینا رو مینوشتن، بعد تقاضای آهنگ میکرد اونم براشون میذاشت. ما حالا از این وری شده کارمون، شما آهنگ بفرستید ما از اینجا براتون پخش میکنیم، مثل این برنامه‌ای که الان فرخ زحمت کشید. فرخ یک کار خوب کرد، نشون داد که تلفن ما کار میکنه. در رابطه با برنامه روز مادر صحبت کردیم، در رابطه با روز مادر و پیام گذاشت و اینم درسته. در نتیجه 202 دوستان ایریا کد دی سی هست، واشنگتن دی سی، دی سی هم برای دیستریکت آف کولومبیا استند میکنه،
یا مخفف دیستریک آف کولومبیان دی سی، حالا اون سی تی کانتیکت. بله میگه داشتم میرفتم. آه کجا میرفتی؟ فعلا خدا نگهدار همت. کجا میری آقا؟ گفت حالا اگر مهمان مایی تازه دل باش، تازه حالا 2:59 دقیقه. میگه که اکبر اکبری هم آقا از آلمان، ببین دارن اینا از دوستان از آلمان و آمریکا و این ورور نظر میدن. میگه که آقا صدای خواننده اصلا مشخص نبود از صدای بلند موزیک، خداییش بهتون بگم من اینجا فکر کردم دوبار روشن کردم، بعد این داره حالا وقتی میخونه به اصطلاح رانکی بهش میگه رو... چی بگم، یعنی مچ نیست با اون. من نگاه کردم فقط یه باره درصد گذاشتیم اینجا، خودتون گوش بدین، خودتون قضاوت کنید. و اینجا میگن کار ما پخش کردنه، شما قضاوت کردن. ببینید من یک سری بزنم به این. بله میگم آقای لادن برای من نوشته بود اینجوری، نوشته بود تلاش میکنم که باشم و خودمو برسونم و من نبودم اون موقع که بهشون بگم آقا میخوای اصلا بذارید دوشنبه. ولی حالا ببینیم که توی فیسبوک هستن یا نه. بله ببینیم هستن ایشون، اگه هستن کار امروز به فردا یا پس پس فردا مفکن. خب نخه نیستن، ساعت 3 بعد از ظهر ایشونم نیستن. ما حالا اسکایپ رو روشن میذاریم، شما اگر آمدی و رسیدی آقای لادن شما تماس بگی، اگه نه دوشنبه برنامه با کانون آوا ساعت 12 ظهر شروع میشه، 2 ساعت اون دوستان هستن، من 2 بعد از ظهر میام. میخوام از این به بعد برنامه هم بذارم 3. دلیلش هم بهتون میگم دیگه اون توانایی 4 ساعت 5 ساعت 8 ساعت برنامه زنده پشت سر هم ندارم، باید 1-2 ساعت که برنامه میذارم، بعد یک چایی، یک بریک، یه استراحت، میگن یه تنفسی کوتاه بگیریم و بیاین. یعنی اون وقت حالا نفس نمیکشیده، این چیزای غلط میاد توی بگن یه استراحت کوتاه. کجا تو مدرسه به ما گفتن خب حالا زنگ اول تموم شد حالا برید تنفس؟ گفتن استراحت، ها برو استراحت کن، فعلاً نفس که داشتی میکشید. خب حالا ما بریم یه تنفس کوتاه بگیریم و بیان، اون وقت حالا نفس بکش نفس نکش. خب من از مکزیک نگاه میکنم، از مخالفان همیشه در صحنه شما، ما شما رو خیلی دوست داریم آقای سعید خان، چون هم مخالفی هم پابرجا و مقاوم و میای وای میسی، واقعا بعضی وقتا با هم مخالفت میکنه مینویسه. آقا مکزیک خیلی خرابه اوضاعش، دیشب دیدم دیگه جنازه ها رو همینجوری میزدن تو ماشین. میدونم شما اونجایی که هستین احتمالا جایی که توریستا هستن، آمریکایی‌ها هستن، خوبه، ولی خود مکزیک یه مدتی آروم شده بود ولی دوباره مثل که وضع خرابه. شما از اونجا برای ما گزارش بده. الحمدلله این تلویزیون مردم انقدر مردمیه، گزارشگرا ما نمیشناسیم اصلا خبرنگارامونو، چون نه حقوقشون میدیم نه چیزی. اتفاقا با یه آمریکایی صحبت میکردم، داشتیم این چیز رو GPS نقشه و اینها رو چیز میکردیم، گفت از اینجا نرو، من نمیدونم چرا این نقشه میگه از این ور برو، بیا از این ور بریم. گفتم که خب مثلا این خانومه رو فایر میکنم، یعنی اخراجش میکنم، تو رو هایر میکنم، یعنی استخدامت میکنم. گفت حقوق چی؟ گفتم 2 برابر این بهت میدم. آمریکایی ساده خندید، گفت چه خوب. بعد گفتم خب میدونی من به این چند میدم؟ گفت نه. گفتم این سالها داره زحمت میکشه مجانی، حالا به تو 2 برابر مجانی حقوق میدم، شما از اونجا برای ما خبر بفرست، ما براتون، ما حقوق شما رو 2 برابر میکنیم دیگه، شما الان سالها هست زحمت میکشید. دوستان راجع به حقوق شد حمایت کنید، اونایی که ماهیانه یه برنامه‌ای دارن حمایت میکنن، هی شل و سفتش نکنید تو رو خدا. یعنی اگه کسی این چیز چقدر، من ممنونم ازت واقعا آقای احمد از فلوریدا، قشنگ ماهی $30 میفرسه. یه دوست دیگه ای داریم شاد نخوادش میگه ماهی $10 میفرسه، اون وقتا وضعش خوب بود $500 هم برای ما میفرسه، ولی الان خیلی وضعش خوب نیست، ولی همتش خوب مونده هنوز، ماهی $10 میفرسه. شما هم اگر ماهیانه میفرسید، ماهیانه 15 هم قراره
دو سه روز دیگه میشه، دهم قرارتونه، یه روز گذشته، اول قرارتون بوده، 11 روز گذشته، حمایت کنید تا ما میگه که گدایی کن تا محتاج خلق نباشی. اینم فلسفه ما. گفتم با آقای اوسانلو، گفتم آقای اوسانلو من به شما تسلیت میگم، قبل از این زخمی شدن و بیمارستان و اینها، گفتم برای که شما هم که یک کارگری بودی تو ایران، پولی در می آوردی و به اصطلاح فعالیت اجتماعی سیاسی داشتی، شما هم یا آخوندا فرستادن خارج. وقتی میگیم آخوندا فرستادن خارج، نه اینکه یعنی مزدور آخوندا هستی، یعنی بلایی به سرت آوردن که قید خونه و زندگی تو زدی اومدی خارج. بعد که اومدی خارج دیدی آقا این خارج اونجوری هم که میگن نیست، این خارجی‌ها خیلی زودتر از خمینی یاد گرفتن دروغ بگن، در باغ سبز نشون بدن. وقتی اومدیم اینجا دیدیم که نه آقا از این خبرها نیست، اینجا دلار از درخت چی نمیریزه، باید پای فیل رو برداری تا یه دلاری رو در برداری. تا دیدم باز خانم شوبری ویدیو گذاشته، یک جوونی وایساده که البته ماشاءالله کفش قرمز، لباس خوب، ریش شیک اینها، و به مردم میگه که من حاضرم کار کنم برای خوراک. بعد همه فوش به حکومت، منم فوش به حکومت. اول فوش میدیم، اول میگیم ای پدر سوختای دیکتاتور فلان اینا، شما اگه پول نفت به ما میدادید اینجوری نمیشد اینا. بعد از خودمون سوال میکنم آقا خانم ما مگه همون زمان شاه، همین زمان این شیخای بی غیرت، مگه وقتی اومدیم اینجا هر کدوم از ما به هر کاری که بگید تن ندادیم تا بتونیم خرج زندگیمون رو در بیاریم؟ این چه بدبختیه که اسیر ما اسیرش شدیم که تو ایران تا طرف دیپلم میگیره یا لیسانس میگیره دیگه نباید کار کنه. من بارها اون آقای علی واکسی، یه آقای محترمی قشنگ، یه چرخی درست کرده بود، نه مثل این مرتکه دیوانه کامران عقب افتاده قادری، یه دوچرخه برشته رفته اونجا، حالا بعد از زندان دیگه حالا نمیدونه حالا دیگه کی دنبالشه، میره کار میکنه، میگه من میام تو ادارتون کفشتون رو واکس میزنم. این چقدر مرتب، شما دیگه نمیخواد حالا بری تو خیال کنار خیام وایسی، شما نشستی داری تو اداره کارتو میکنی، این میاد دمپایی میذاره، کفشتو برمیداره، میشوره، بعد واکس میزنه بهت میده. خب 5 تا اونجا، 10 تا اونجا. این چه بدبختی اسیر ما شده تا یک ایرانی میخواد کار کنه. آخه این جوونا باید کار کنن. بعد هر کسی میخواد از ایران بیاد میگه آقا شما کار منو درست کن بیاد اونجا، حمالی هم شده میکنم، خاک بر سر، حمالی کن تو ایران، ایران آباد کن. کاش که یکی به ما گفته بود. بله، چرا میخندی خانم سهیلا؟ بگو ماجرا چیه، ما هم بخندیم. ما مالا برات خنده میذاریم که خنده به خنده میگن، خنده خنده میاره. یه بار دیگه با آقای لادن زنگ بزنم، یا اینکه ایشون نرسیده و دیگه برنامه دوشنبه رو، بله 3:06 به وقت ما با ایشون همزمان و بله کار فیل. من این میبندم. دوشنبه احتمال 99%. این 99% چه چیز خوبیه، اون 1%ش یه دفعه من مریض بشم، بعد قطع بشه، ایشون وقت نکنه، یه 1%ی رو بذارید، همیشه 100% صحبت نکنید. گفت که ما 67 دقیقه صحبت کردیم، هنوز نرسیدیم به این چیزایی که باید در موردش صحبت کنیم. دوستان کسی از آقای شایان کاویانی که چند سال پیش مفقود شد، ناپدید شد، بعضی ها میگن که جمهوری اسلامی اینو گول زده توسط یه خانمی، اینجا میگن لور، یعنی کشیدش اونجا، بعد اونجا کردنش تو گونی و کردن فلان، رفت تو قطی بردنش ایران. بعضی ها میگن نه آقا این بدهکار بوده رفته زندان، ولی FBI بعد براش چی پخش کرد که این جزء گمشده ها هست، missing person، و فکر نمی کنم اگر زندان بود نمیدونم، چون از لحاظ بدهکاری و اینها خودش به من گفته بود، گفته بود من چون وارد نبودم کردیت کارت سیستمش چجوریه و اینها، روز اولی که بهم کردیت کارت دادن گفتم چه خوب شد، هر جا میرم سلام میکنم و هی پول خرج میکنم، بعد بدهکار شد بود اینا. در اصل اگه کسی خبر داره، اگر کسی خبر داره از شایان کاویانی به ما تماس بگیره تا دیگران هم خوشحال بشن. بریم سراغ توده و ببینیم که این آقای پتیک برای ما چی فرستاده. پتیک من گفتم که نامت رسید و
چون همیشه دیگه به حرفت اطمینان کردم، میدونم بدون اینکه بازش کنم این اون چیزی که شما گفتی برای برنامه های آقای انصاری حمایت کردی. بله خیلی ممنون و متشکرم. خب چون پتیکم اهل یاد گرفتنه، یه چی بهتون بگم دوستان. این روزا که معمولاً چه کاره که میگیرید، شما با تلفنتون دیپازیت میکنید، اینها سعی کنید صفر رو، اون دوتا صفر پشت چیز رو بزرگ بنویسید. چون دیدم، البته اگر شما عددهای انگلیسی رو درست بنویسید یادتونه مثلا یک بالا بود، 6 یا 9 پایین بود، اینجوری بالا پایین بود، یا صفر کوچکتر بود. الان صفر رو هم بزرگتر می‌نویسن درست اندازه اون اعداد دیگه، هم بعضیا توش خط می‌کشن که این معلوم بشه با او اشتباه نشه با نوشتن نوشتاری او. بعد پشت مثلا شما می‌خوای بنویسید 100 دلار، می‌نویسید 1 0، اینجوری تقریبا بیزی 0، یه نقطه کوچولو دو تا صفر بلند بذارید. چون بعضیا دیدم می‌نویسن که نو دلار نو زیرو، اینا همه غلطه. چون چک خودش نوشته که مبلغ اینقدر، شما می‌نویسی 100 دلار رو نوشته، این قسمت نوشتاریش. بعد میای تو اون قسمت عددیش که باکسه، اگه نگاه کنید باز علامت دلار که اینا میگن دلار، علامت دلار که میگن دلار ساین گذاشته، شما اونجا فقط باید عدد بنویسی. عددم برای 1 دلار می‌نویسی 1 2 تا 0، این یعنی 0 صد نمیدونم دیگه. وسط من متوجه شدم این چکای پتیک رو وقتی من دیپازیت میکنم بر میگردونه، بعد من مجبورم برم بانک. این خانمه اتفاقا پاکستانی انگلیسی هست، خیلی زن مهربونیه. این خانمه به من میگه که سوربی این صفرا رو باید بزرگ کنی. میگم خب ما میتونیم دست ببریم تو چک دیگران. میگه من مال بانک هم اشکال نداره، بعدم این چون قیمتش نوشته به نوشتاری، بله میشه، همه میتونن بفهمن که این اشکال این تلفن‌های جدیده. ناگفته نماند مانی اوردر، ما یه دوست همشهری داشتیم اون موقع همتش بهتر بود، بعد که خونش رو گرفتن ازش، حالا یه قص کمتر میده، از این ور پول حمایت ما هم کم کرده، ما 30 دلار حمایت میکرد. مانی اوردر که میفرستاد، مانی اوردر پستم پتیک مثل تو مینویسه، صفرا رو کوچیک مینویسه. یعنی اون دستگاهایی که اینجوری مینوشتن عددا میکشیدن، این غلامرضا عبداللهی آدم حسابگر حسابدار بود، ما هممون کار میکردیم، با وجودی که یعنی حتی به دانشگاه موقع نرسیده بودیم، هنرستان میرفتیم، هممون کار میکردیم. حالا یه دفعه کار کردن تو ایران شده مایه ننگ و شده تقصیر آخوندا و بابا من مال زمان شاه هستم، والله بلا این موهای سفیدم میگه که مال زمان شاه هستم. شما ها ممکنه بله باباتون و نمیدونم مادرتون پولی ارثی میراثی داشته، ولی همه اینجوری نبودن. بعضیا باید کار میکردن، تابستون باید طرف کار میکرد. من خودم دو تا تابستون یا یه تابستون کامل کار کردم تا یه دوچرخه کهنه خریدم، سومین روز پلیس گرفت منو، گفت این دوچرخه دزدیه. گفتم بابا من با یه پاسبان که همسایه‌مونه رفتم خریدم، همون پاسبانه بعد آمد و از دی ام وی از اداره راهنمایی گرفتش و اینا، یه مکافاتایی بود تو ایران. بله اینم از این. خب ببینیم سعید که از مکزیک نگاه میکنه از اونجا چجوری به نظرش میرسه. من دنبال این نامه پتیک میگردم که یه عکسی فرستاده بود، من واشنگتن یعنی تو راه بودم اونجا دیدم، ولی میخوام ببینم که چی بود. نوشته بود این جاروی منه، اون جاروی دوستمون که پول داره. حالا جارو این ماشینای برقی هم که جارو میکنه، جارو برقی هم داریم دیگه. آها اینجاش پیداش کردم. بله میگه کاکو سلام، از کار خودم خندم گرفت، سر کار اومدم این عکس رو گرفتم، جارو تمیزه مال منه که سالهاست دارم، اون کثیفه مال یکی از ساکنان اون، مال ساکنان اونجاست، اون پول چاپ میکنه نوشته اون پول چاپ میکنه من فلان چی جمع میکنم، یه چیزی بد نوشته. بله آها این عکس این جاروها. آها راجع به این جاروها بهتون بگم دوستان، اینا جاروهای خیلی خوبیه، حتی اگه یه جا آب ریخته باشه و اینها، این لوله رو میبینید با این میتونه آب رو جمع کنه. و حالا چیه منظور از
به اصطلاح نگهداری وسائلت هست یا اینکه باهاش کار نکردی؟ توضیح بیشتر بده تا من بتونم بگم. ولی اگر منظورت از نگهداریه، من حاضرم باهات مسابقه بذارم. من یه چیزایی رو 30 سال 40 سال دارم، وقتی به یکی نشون میدم میگه آقا این که از نو تمیزتر و بهتره، میگم همون کلمه مینتیننس گفتم یا مراقبت، ازش مراقبت میکنم، تمیز نگهش میدارم، همیشه وقتی کارم تموم میشه تمیزش میکنم برای دفعه دیگه آماده باشه. اینم این دو نمونه جارو که دوتاش یه برنده، ولی این نه لوله داره نه دین و ایمون داره. این یکی پتیک میگه که میگه اون باهاش پول جمع میکنه، من باهاش یه چیز دیگه گفته، حالا بعدا هیچ. خب بریم ببینیم که دیگه اینجا چی داریم. جمعه ما یه کمی این بار برنامه زنده رو خلوت کنیم. ساعت 4 هم با آقای حسن ارشاد از ایران خواهیم بود. والنتاین رو بهتون نشون دادم، جینیز هوکا رو بهتون نشون دادم، کتاب آقای انصاری رو بهتون نشون دادم. شما هم اگه آگهی دارید به ما خبر بدید. آقای مهدی تبریزی یکم تنبلی میکنه، معمولا وای میسه نزدیک 26 که میشه یه دفعه 24 برای من میفرسه رضای خدا و God grace نمیدونم 26 بیاین برقصیم تا مشکلات دنیا حل بشه. شاید هم حل بشه، چون با ذکر مصیبت تا تو سر خودمون زدن که تا حالا حل نشده، شاید اون درست میگه. در صورت از اونم خبری ندارم که بتونم نشون بدم، چون بعضی وقتا جاش تغییر میکنه. آخرینش تو کلونیز بود که منم سر کار بودم نتونستم برم، و شما اگه رفتید بگید که چجوریه. میدونید که ترامپ شارلاتان، چون خودش نه سواد داره نه اهل خوندن و نوشتن هست، ولی اینجا رسمه وقتی یه کسی معروفه یه نویسنده بدبختی میاد بهش میگه آقا من مکبرت کتاب می‌نویسم به اسم تو، میفروشیم مثلا اینقدر من میگیرم اینقدر تو. یه کتابی به اسم این نوشتن و چاپ شد به نام این که هنر و فنون به اصطلاح معامله. حالا معامله که این تو زندگیش کرده چی بوده؟ اول رفته 10 میلیون از باباش گرفته، آمده شروع کرده، بعد همه هم خراب کرده، 6 ورشکست کرده با کلا گذاشتن سر این و اون، و آخرش هم که الان با آویزون شدن با روسیه و بانکایی که همه مافیا هست فعلا داره امور میگذرونه. ثابت هم شده دروغ میگه، اصلا بیلیونر نیست. این ماکسیمم 5 میلیون پول داره که 5 میلیون خیلی از ایرانی ها اینجا خونهشون 10 میلیون دلار و 5 میلیون دلار رو نمیدونم اینها هست. ولی اینو کوروش از فلوریدا برای من فرستاده، ممنونم. نوشته که کسی که 130,000 داد برای سکس با این خانمی که با دیگران سکس داشته، فیلمای اونجوری می ساخته، و حتی این انقدر احمقه که نیومده به اصطلاح پروتکشن یعنی همون کاپوت کاندوم اینا استفاده کنه و ممکن بوده هر مرضی از این زنه بگیره، 130,000 داده بوده، حالا میگه این معامله با ایران معامله خوبی نیست. اینو جوردن للند نوشته و میگه که این چه معامله‌ایه که اونجا 130,000 داده برای چند ساعت که این خانمه با مجله‌ای که عکس اینو عکس خانواده‌اش بوده بزنه دم بلا نسبت این آقای ترامپ. چند دقیقا مسخرش میکنن اینجا، میگن این 6 ساعت طول میکشه موهاشو بچسبونه از توف و چسب و تافت و فلان اینها، و 2 دقیقه طول میکشه تا عشق بازی کنه. برای اون 130,000 داده به نظرش دیل خوبیه، ولی برای ایران میگه دیل بدیه، معامله بدیه. حرفش خدایی منطقی بود. بذارید ببینم خانم مینای عزیز، شما اگه لطف کنید یه مقداری وقتی یه چیزی رو میفرسیم توضیح بدید برای ما بهتره، چون ما حالا مجبوریم بازش کنیم وسط برنامه، نگاه کنیم بعد ببینیم چیه. آهان، گفتگوی شازده رضا پهلوی با تلویزیون من و تو. خانم 40 این آقا صحبت کرده، شما میگی حرفش منطقی بود، از امروز برو دنبالش، از امروز برو دنبالش. گفت چی کار کنیم از امروز؟ مصاحبه با تلویزیون من و تو، آقای شازده رضا پهلوی گفت به مردم چه کار کنید. این عقب افتاده تنبل
یه سازمان سیاسی 15 نفره نداره. مثل بنده خدا آقای چمنارا هست، میگه ایرانیان امریکن اینستیتوت. اینستیتوت چی میشه فارسی بگیم؟ آقا اینستیتوت یاد گرفته بودیم دیگه، اینستیتوت تکنولوژی شیراز، اینستیتوت یه مؤسسه. اوکی، مؤسسه ایرانی آمریکایی‌ها. میگم آقای چمنارا چند نفر هستن؟ میگه شما برو نگاه کن. رفتم نگاه کردم، اینم عکس 7-8 نفر که این 7-8 نفر نخود هر آشی هستن. یکیش توش با فهم بود، بابک عربی در رفت، رفت گفت آقا عکس منو برداری، شما به من دروغ گفتی. این کیه؟ نمیدونم، کانگرسمن میهن. الان کانگرسمن میهن برید ببینید چجوریه وضعش. پول برداشته از تکس مردم، قانونا الان دنبالشن. این یکیش بوده. در صورت خانم مینای عزیز، اگه لطف کنید بنویسید که حالا من براتون اینجا می‌نویسم که چجوری شما باید اینو برای ما میفرستادید، بذارید من اینجا کلیک کنم. وقتی اومد، آها ببینید این بالا نوشته گفتگوی شازده بی تاج و تخت. شما اینجوری باید بنویسی، اینو بنویسی، بعدم بله بعدم نظر خودت رو بنویسی. این که نظر خودتون رو نوشتید حرفش خدایی منطقی بود، خیلی عالی. شما دیدی آقا این منطقی میگه، خب برو دنبالش. ولی شما فکر نمی‌کنم دنبال رو این باشه، این باره هر روز چلو کباب بخوره، بعدش هم دو سه تا سیگار از دل و جون بکشه. فکر نمی‌کنم با اخلاقیات شما جور در بیاد. ممنون و متشکر. بریم سراغ بعدی. آقای پتیک خیلی دوست داره برنامه‌های اسمیتسونیان، برنامه‌های هواپیما، برنامه‌های صنعتی، برنامه‌های چیزای نمی‌خوام بگم ماوراء طبیعی و اینا، ولی مارولس، یعنی چی میگن، مدرن مارولس. حالا شما سر یک کلمه انگلیسی دوستی تو با ما به هم نزن، اینا رو تماشا کنه. میگه در برنامه کانال اسمیتسونیان فیلمی دیدم از ساختن 16 صد بر روی رودخانه تنسی که 7 ایالت آلاباما، جورجیا، کنتاکی، میسیسیپی، تنسی، کارولینای شمال و ایالت شما ویرجینیا را در بر میگیرند. از سال 1933 تا 1944 مشغول ساختن این صدها بودند. بسیار جالب، توجه آموزنده. اگر به همین منوال ادامه پیدا میکرد، شاید وضع آمریکا و جهان طور دیگری میشد. به نمونه اشاره میکنم، دستمزد هفتگی کارگر قبل از اجرای این برنامه 1 دلار بود. وقتی میگن هفتگی 1 دلار، ایشون نشته شاید 2.5 سنت. نمیدونم 2.5 سنت ضرب در 40 کنیم میشه 1 دلار. آره دیگه، 2.25 میشه 1 دلار فکر کنم، 2.25 صدم. در هر صورت یعنی اینا ساعتی چیز هفته 1 دلار دیگه، خوبی معلومه هفته 1 دلار. بعد از اتمام پروژه به 44 سنت در ساعت رسید. شما باید اگر معیار رو دلار گذاشتی، بعد از اتمام هم بنویسی به دلار و اون 44 رو تو پرانتز بنویسی. یک غلط تا الان 19 گرفت. کارگران فقط 5 ساعت در روز کار میکردن تا افراد بیشتری مشغول به کار باشن و از رفاه بیشتری برخوردار گردن. با توجه به ساعت کار ماهیانه حدود 45 دلار حقوق دریافت می‌داشتند، در مقابل در ازای 19 دلار دارای خانه نو و 4 اتاق، احتمالاً 2 خوابه و با یخچال بخاری و اجاق گاز می‌شدند. مردمی که 5 سال قبل فقط 30% دارای برق بودند، شاید کمی از آن قلوب باشد. تا نظر شما چه باشد؟ یکم جمله‌ها رو پروندی. شما تازه اگه کامل بنویسی، من تو خوندن چون ناقص میخونمش خرابش میکنم. وای به روزی که شما یک کمی ناقص بنویسید. در هر صورت این نوع سوالا که اگه این ادامه داشت چی میشد، اینا سوالای به اصطلاح محاله، جوابش هم محاله. که جوک میگن دیگه، مثلا میگه آقا اگه عمه من مرد بود، میگه خب میشه عمو، میشد عمو دیگه، نمیشد عمه. این هم همینه. این مگر سردی که داشتن میساختن بعدن توقفش دادن، دلیلش چی بودی که توقف دادن؟ و
هزار و یک سوال میشه پیدا کنی، ولی از این که وقتی یه چیزی رو میسازن پول زیاد میشه، کار زیاد میشه و اینا حرفی نیست. همین امروز 2 ساعت برنامه این سی اسپن رو گوش میدادم و یه سری رو آورده بود که توی دولت آمریکا قبلا بودن، همشون به اتفاق گفتن، چه دموکرات چه ریپابلیک، گفتن این کاری که ترامپ کرده اشتباه بوده، از برنامه ایران اومده بیرون. تنها کسی که خوشحاله اسرائیل بوده، که دیدید بلافاصله هم اسرائیل حمله کرد یه جاهایی از ایران رو زد. حالا این آخوندهای موذی فعلا ساکتن تا بعد ببینید چجوری یه جایی سر در میاره، پول به کی دادن، برو اسرائیل رو نمیدونم اینجوری کن اونجوری کن و الی آخر. اینم از این. و اما اندی هم یه آهنگ خونده برای مادر، این آهنگ هم یه تیکه کوچولوشو من پخش میکنم، ولی لینکشو براتون میذارم توی همین فیسبوک. اونایی هم که توی یوتیوب هستن براشون زیر یوتیوب میذارم، اینایی هم که تو مردم تیوی هستن، شما که تو این دانشگاه مردم تیوی ماشاءالله استاد شدی، دکترا گرفتی، هر وقت 300-400 دلار برای ما بفرستی یه گواهینامه دکترام بهت میدیم، یه دیپلم دکترام بهت میدیم، شما دیگه باید بلد باشی اندی مادر سرچ کنی پیدا کنی. من حالا بهت نشون میدم اینجا، اینو خواهر اندی زحمت کشیده که منیجر ایشون هست و خیلی هم فعالیت میکنه ارسال کرده. ما هم به عنوان تشکر از اونها گفتم اگه کسی کتاب بفرسته کتابشون نشون میدیم، اگه کسی ویدیو بفرسته تا اونجایی که یقمونو نگیرن نشون میدیم. حالا ببینیم تا کجا یقمونو نمیگیرن. مادر روزت مبارک. همینجا فرخ اگه داری برنامه منو مقایسه منو گوش میدی، این آهنگو مقایسه کن با وجودی که هم پیانو و هم کیبورد هست، 17 ثانیه فقط، حالا یا اوپنینگ یا تحریریه هرچی میگین زد، بعد خواننده صداش در اومد. داداش تو 50 ثانیه ما رو نگه داشته، کنسرت 2 ساعته که نیست که، یه ویدیو 3 دقیقه‌ای 50 ثانیه ما رو نگه داشته، بعد صدای میکروفون خودش از میکروفون موزیک ضعیف‌تر بود. در هر صورت این یه مقداری غم‌انگیزه، این برای اونایی که به اصطلاح مادرشون از دست دادن. و من همین الان این لینک رو هم برای شما میذارم روی فیسبوک و امیدوارم که روز یک شنبه که روز مادر هست در آمریکا جمعتون جمع باشه. اینم از این. و اما آقای اکبری اون وقتی نوشته بود که دیروز در آلمان روز پدر بوده و ایشون روز پدر رو هم تبریک گفت. آقا من اصلا به این روزای مادر رو روز نمیدونم اینا باور ندارم. هر روز باید روز مادر باشه، هر روز باید روز پدر باشه، هر روز باید روز همسر باشه. الان میترسم همسرم از اونجا بگه خب پس چه خبره، بگو دیگه. در صورت دوستان عزیز، ساعت 3:27 است، همونجور که بهتون گفتم من وقتی قرار هست مهمون بیاد یک کمی تنبل میشم، میگم خب نیم ساعتشو که آقای لادن برنامه اجرا میکنه، نیم ساعتشم که گلمون درد میکنه، خب این شد 1 ساعت. درستان من میخواستم امروز ساعت 3 برنامه رو شروع کنم، 4 تموم کنم، ولی وقتی قرار گذاشتم با آقای لادن 3 بعد از ظهر گفتم 2 شروع میکنم، 3 بعد از ظهر ایشون، 4 هم آقای حسن ارشاد. برنامه دوشنبه ما فکر کنم برنامه ردیف و خوبی باشه، با برنامه کانون آوا که احتمالاً دوستان یا برنامه زنده دارن یا ویدیو ارسال میکنن پخش میکنیم. برنامه رو 12 ظهر 9 صبح کالیفرنیا، 12 ظهر نیویورک شروع میکنیم، تا 2 اون دوستان هستن، 2 تا 4 من هستم و 2-3 هم اگه آقای لادن به اصطلاح کارش تموم شده باشه با آقای لادن خواهیم بود. با آقای انصاری هم دوشنبه قرار میذارم ببینم اولین برنامهش کی میتونه اجرا کنه. بازم از پتیک ممنونم که حمایت کرده. شما 0 کوچیک هم که بنویسی ما میریم نقدش میکنیم. یه دوستی داشتم اون وقتا وقتی میرفتیم باهاش تو این نمایشگاه ها میخواست چی بفروشه، طرف میگفت که شما چک قبول میکنی، کش قبول میکنی، کردیت کارت قبول میکنی؟ میگفت شما فقط بیا اینجا
کاری نباشه، چک، کش، کردیت کارت، همه چی قبول کن. دوستان یه چیزی هم من بهتون راجع به چک و کردیت کارت و اینا بگم. یه چیز غلطی ما تو مملکتمون راه افتاده بود، یه چیزی بود به نام سفته، شیرازی ها میگفتن سفته، و این من نمیدونم اصلا چی اینو درست کرده بود، از چه کشوری کپی زده بودن. شما میرفتی یه پولی میدادی، پول تمر بود، دولت هم میفروخت، اینو میخریدی، مثلا میگفتی من یه سفته 1000 تومانی میخوام، بعد این سفته رو میدادی به طلبکار، اون سر موقع میتونست بیاد حتی زندان بندازده اگه پول نمیدادی. ما چیزی اینجا نداریم. ولی داداش من وقتی اومدم آمریکا یه چیزی یاد من داد، گفت وقتی میری تو فروشگاه اگه بهت گفتن کش و کردیت لازم نیست بگی چک، چک تو آمریکا کشه. و متاسفانه ما خارجی ها خرابش کردیم، ما خارجی ها خرابش کردیم. ما یک پسرمه داشتیم، خدا رحمت کنه، فوت شد رفت. این آقا جوان که بود بانک صادرات فلان یه حسابی باز کرده بود، مثلا 20 تومن 200 تومن گذاشته بود، خوشحال یه دستچه که به این بزرگی بهش داده بودن گذاشته بود تو جیب بغلیش، از چهارراه زند راه افتاده بود تا درشیخ شیراز، بهش میگن درب شیخ. آقا رفته بود کت شلوار خریده بود 250 تومن، نمیدونم همین. بعد یه هفته ملت اومدن دنبالش گفتن آقا اینجوری، نه بعد گرفتنش گفتن بابا اینجوری که چک نیست، چک شما اول پول میذاری تو بانک 1000 تومن، بعد میای میگی حالا من 1000 تومن دارم، 10 دلارش میدم به تلویزیون مردم میشه 990 دلار. اینجوریه، کشه. ولی ما اومدیم اینجا رو خراب کردیم، چکای تاریخ دار به هم میدیم، چک میدیم میگیم برای 3 ماه دیگه برو نقدش کن. گفتم برای اجاره خونه بعضی وقتا طرف وقتی نیست اینجا 12 تا چک میده به صاحبخونه، میگه اینو هر ماه نقدش کن بذار به حساب. اون فرق میکنه با اینکه آمده کار کرده میگه آقا من پول تو حساب ندارم، شما اینو 4 روز دیگه بذار به حساب، چون من فردا میذارم به حساب. این میشه هم ماجرایی که طرف با شیشه عسل کرد، از خوشحالی پاشو زد به شیشه عسل، شیشه عسل شکست، شما فردا مریض میشی نمیتونی بری بانک پول بذاری، اونی که قرار بوده به تو پول بده نمیاد بهت پول بده، چک شما میشه بعد چک. بعد چک تو آمریکا فکر نمیکنم زندان کنه، ولی هم رو کردیتت میره چون میشه پابلیک ریکورد، هم طرف میتونه بیاد دنبالت این چک بد رو جاجمنت بگیره، بعد بیاد سر کار به کارفرما بگی ببین مردم تیوی این سوربی به ما بده کاره، از حقوقش اینقدر کم کن. طبق قانون فکر کنم 25% هم بیشتر نمیتونن کم کنن، من خیالم راحته چون مردم تیوی میگه بابا این ما بهش پول نمیدیم که حالا بخوام 25% هم کم کنیم، یا باشه 25% 25% زیرو میشه زیرو. دوستان عزیز حمایت فراموش نشه، ساعت 3:31 است و سوالایی که از آقای لادن شده بود اینجا نوشتیم، ولی دوشنبه از ایشون میپرسیم. چه تلخ است روابطمان این روزها. این آقای هوشنگ، آقای امیر هوشنگ آریانپور نوشتن، من میخونم براتون. داستانهای ملا نصرالدین دوستان داستانهای بسیار خوبیه، و اگر همه این ملاها اندازه ملا نصرالدین میفهمیدن دنیا بهشت میشد، ولی متاسفانه اینجور نیست. میگه که مجلس عروسی یکی از بزرگان بود و ملا نصرالدین را نیز دعوت کرده بودن. وقتی میخواست وارد شود در مقابل او 2 در وجود داشت، نوشته ای روی در بود بدین مضمون: از این در عروس و داماد وارد می شود، از در دیگر دعوت شدگان. ملا از در دعوت شدگان وارد شد، در آنجا باز 2 در وجود داشت و نوشته ای روی اون درها: از این در دعوت شدگانی وارد می شوند که کادو و هدیه با خود آوردند، از در دیگر دعوت شدگانی که هدیه با خود نیاوردند. ملا طبعا چون دست خالی رفته بود از در دوم وارد شد، ناگهان خود را در کوچه دید، همان جایی که وارد منزل شده بود. این داستان حکایت زندگی ماست، کسانی را به زندگی ما دعوت میکنیم، رابطه هایی را آغاز میکنیم، اما وقتی متوجه میشویم از آنها چیزی عایدمان نمیشود، رابطه را قطع و افراد را به حال خودشان رها میکنیم. روابط عاطفی ما چیزی بیشتر از الگوی حاکم بر مناسبات تجاری و اقتصادی نیست. عشق بر مبنای ترس و ضعف محاسبه‌گر است. اگر محبتی می‌کنیم توقع جبران داریم.
دوست داشتنهای ما قید و شرط و تبصره دارد، حساب و کتاب دارد. اگر کسی را دوست داریم به خاطر این است که لیوان نیازهایمان پر شود. اگر روابط سودآور نباشد آن را ادامه نمی دهیم. چه ستمگر است آن که از جیبش به تو می بخشد تا از قلب تو چیزی بگیرد. من آقای هوشنگ آریانپور رو یه آدم منطقی می دونم. خب ضمن این که این نوشته برای اینه که ما دوستانی پیدا کنیم که از دل و جون ما رو دوست دارن، نه به خاطر مقاممون، پولمون، هرچی. ولی از یه طرفی هم خب اگر ما همش، من یادمه یه دفعه یه جایی یادم نیم بابام بهم گفت، مامانم بهم گفت، گفت با کسایی بگرد که از تو بهترن. گفتم خب اگه مامان بابای اونم بهش گفته باشن با کسایی بگرد که از تو بهترن، که ما همش باید بگردیم دنبال اونایی که از ما بهترن. این میگن از ما بهترون، از اینجا اومده، از ما بهترون برای جن و پریه. همه میگن آقا برو با یکی بگرد که از تو بهتر باشه. خب اگه مامان بابای اونم گفته باشن برو با یکی بگه از تو بهتر باشه و معیارها این باشه که آقا این سربه 80 این 100، خب این 100 الان دنبال 120 میگرده، من چه خاکی بر سرم کنم؟ آقای آریانپور اگه خود شما یه دوستی داشته باشی که آقا این دوست شما هرچی شما بهش محبت میکنی محبت نمیفهمه، خب بالاخره قیدشو میزنی. و من حقیقتا ربط این آخر رو با ربط اون مولا نسلی نفهمیدم. ماجرای عروسی هم خب اونی که جشن گذاشته، عروسی گذاشته، اتفاقی من تو برنامه هم گفتم دوستان اگر یه جای دعوت میشین، مخصوصا عروسی های این روزا که اینقدر گرونه، دو تا جوون آمدن، بعضی از اینا پدرشون میره خونش رو میذاره گرو تا 20,000 دلار 30,000 دلار بگیره بده دست دختر، بده دست پسر، بگی برید ازدواج کنید. اینا هم دوست دارن بهتر از دوستشون برنامه داشته باشن، موزیک بهتر، نمیدونم فلان بهتر، خواننده بهتر. اون وقت شما مثلا برمیداری یه کهنه‌ای که تو خونته میبری میدی کادو. خب این ببخشید این دیگه حد اکثر بیشعوریه. بهترین کادو اولا اینا که مینویسن چی میخوان، مینویسن چی میخوان توی فروشگاه، مینویسن ما اینو میخوام، این نمک دونه میخوام، این فلفل دونه میخوام، این آب میوه گیری میخوام، این سفره رو میخوام، اینو میخوام. شما نمیخوای 100 دلار بدی یا آب میوه گیری براش بخری، 70 دلار 50 دلار 30 دلار پول نهار و شامی که میری اونجا میخوری یه کارت بخر بهش بده که بره خرید کنه، نه بره بگرد یه بشقاب کنه تو خونتونو برده بره بده. خب این ماز جبرانی این چیزها رو به صورت جوک میگه، ما میریم میخندیم، پولم بهش میدیم، پول بلیط. من اینا رو به صورت حقیقت بهتون میگم، شما فحش میدید. اونی که فحش میده اون کسیه که میره عروسی جوونا به جایی که 200 دلار 300 دلار 500 دلار 1000 دلار بده بهشون اول زندگیشون، برمی داره یک ریگیفت میگن. بله میگه خوشبختانه در آلمان به خاطر بدهکاری کسی زندان نمیرود، فقط برای مالیات دولت. ولی تو ایران شنیدم خیلی چپ و راست زرت و زرت میندازن زندان، مخصوصا خانما شوهراشون به خاطر مهریه هرچی. می گفتن برای رضا شاه ثابت که این آقای مسعود سهیلی رو من یه آدم منطقی می دونستم و فکر می کنم تا موقعی که همسرش زنده بود منطقی تر بود. حالا همسرش فوت شده، بنده خدا خدا رحمتش کنه، اینم یاغی شده و این شاعر نویسندهش باباش نقاش سهیلی ها، برید نگاه کنید تاریخچه زندگیشون رو. اتفاقا آقای پتیک سوال کرده بود که این پدر آقای پتیک جا سوالاتو برای من بنویس، چون یکیش راجب از جزائر و املاک مختلفی که خانواده پهلوی این ورانور دنیا خریده بودن بود، یکیش راجب این بود که پدر احمدعلی مسعود انصاری چه کاره بوده، میدونم تو وزارت امور خارجه بوده، یه سوال دیگه کرده بود یادم نیست. اینا رو برای من بنویس جدا که من توی برنامه توی پوشه بذارم، توی فولدر بذارم برای اون روزی که برنامه زنده داریم. ولی دیروز این آقای سهیلی برای من اینو فرستاد و ببینید میگه که میگفتن برای رضا شاه ثابت کرده بودن، حالا میگفتن این حدیثی که ما میگیم اسلام اصلا نصفش خراب شده از بین رفته به خاطر این حدیث و گفته ها و اینا هست، حدیث هست از امام جعفر صادق که ایشون گفته شب کره ما میره تو لجن، صبح از اون ور پاکیزه میاد بیرون، حدیث. اوکی حالا اینا میگفتن، کی میگفته، کجا میگفتن، چه سالی میگفتن، نه تاریخ نه شخص، همش دروغ دروغ دروغ. برای رضا شاه ثابت کرده بودند که مقبره امام رضا
در این محل فعلی در مشهد و این مقبره مانند محل دفن فردوسی خیالی می باشد و خالی است، جنازه ای وجود نداره. حالا کی برای رضا شاه ثابت کرده؟ لاغا دفتن کندن اونجا رو آوردن نشون دادن اینها که خود این وقت جرم محسوب میشه، نمیدونن نقش قبر رو فلان میساره. حالا اینجا رو گوش کن، رضا خان برای مبارزه با مخالفینش به حرم تیراندازی کرده بود. مخالفینش رفته بودن بس نشسته بودن، یا مخالف وقتی که میبینه اونجا جسد امام رضا نیست تیراندازی میکنه، یعنی ایشون قبلش از یک جسد میترسیده. بعد به هر حال رضا شاه مانند آتاتورک با خرافات مذهبی مبارزه میکرد. برایش نمیشتم آقای سهیلی شما یه زمانی میرزا مسعود ما بودی، آخه میرزا کجا رضا شاه با آخوندها مبارزه کرد؟ رضا شاه چهار تا آخوند مثل گوشت بره که مهر میزنن دم مغازه شما میخری، چهار تا آخوند مهر زدن روی شاهی این تا شاه شد. اگه آخوندها مهر نمیزدن رو قنبلش که این شاه نمیشد. آخه چرا مزخرف میگی؟ این مزخرف ها رو کی گفته شما تکرار میکنی؟ بعد بهش گفتم حالا برفرض که درست باشه، خود شما نوشتی وقتی بهش ثابت شد جنازه اونجا نیست تیراندازی کرد، یعنی این آقایی که به مذهب باور نداشته باز میترسیده که اگه مذهب اونجا باشه ممکن این گلوله ای رم که میزنم شلیک بشه به من. آقا گذشت رفت، رضا شاه مرد، رضا شاه سینه زنی میکرد، گل تو سرش میمالید، پیاده مشهد میرفت، پسرش که دیگه واویلا ناگفتنیه، اونو دیگه ولش کن، پسرش سوار هواپیما میخواست بشه، یه مرد که آخوند ملکلفتی باید میمد تو گوشش دعا میخون، مادرش بازوبند بهش داده بود، نمیدونم حضرت علی فلانجاشو گرفته بود، حضرت عباس فلانجاشو گرفته بود، آقا ول کنید، مرد رفت تموم شد. خب you are a good teacher now I know. اینو برای اون دوست که از کانادا پیغام گذاشتید، نمیدونستم این پیغام رو باید پخش کنم یا نه، اینم یه اشکال دیگه ای شده. ما به دوستان میگیم وقتی نمیخواین پیغامتون در برنامه پخش بشه، اول برنامه بگید که من این پیام برای خودت گذاشتم، یا این پیام برای پخش در برنامه نیست. ولی بعضی وقتا میبینم دوستان نگفتن، باز من جرئت نمیکنم. این دوست اون آقای اکبری بود، اون روز میگه من از ترس شاه لایا میترسم حتی سوال تاریخ انجام بدم. اینم همین، در صورت پیام شما رو گرفتم در رابطه با چیلینگ، ادالتری، ترامپ و اینها. خیلی ممنون و متشکرم و خوشحالم که کتابم به دست شما رسیده. میگه که بی خلقی در اثر تشنگی و گرسنگی بلا به بار میاره. این بی خلقی یعنی بد اخلاقی. و بعد هم میگوین این ماه مبارک است. این دوستمون میدونید که ماه رمضان یه چند روز دیگه گویا داره میاد و این دوستمون یه ویدیویی از یا تلویزیون عربا که نیست که، چون این با دوربین ضبط کردن خیلی هم بد ضبط شده، طبق معمول همین اینجوری عمودی، و این نشون میده که مردم اعصابشون خرابه و به هم میپرن. خب ما هم داریم که میگن آدم گرسنه دین و ایمان نداره. رمضان یش معنا. خب این خیلی کوتاه بود و خیلی بی سلیقه، به غیر از اینکه موزیک هم اضافه کرده به این ورداشته، حالا دیگه نوشته همه اینجوری اینجوری میشه، نمیدونم، من اگه قبلا دیده بودم نشون نمیدادم. و اما این خیلی جالبه، راز افزایش دلار و فقر جامعه شیعه ایران. میگه که ثروت افسانه‌ای بنیاد علوی چقدر میباشد. میدونید که این بنیاد، بنیاد پهلوی بود، بعد از آخوندها تبدیل شده به بنیاد علوی و همین پولایی هم که گرفتن آمریکا و بعد دادن و آمریکایی‌های بی سواد هی زنگ میزنن به رادیوهای دیگه و میگن که اوباما 400 میلیارد دلار داد به ایران، یکیشون نمیگه این پولا مال خودشون بود ما نگه داشته بودیم. ولی سی‌اسپن اگه شما گوش کنی، اون پابلیک رادیو رو گوش کنی، چهار تا آدم با سواد میان اونا میگن آقا این پول مال خودشون بوده، ما حتی به اندازه سودش هم بهشون ندادیم. یعنی وقتی یه چیزی 40 سال مونده این سود تصاعدی میره بالا، یعنی شما 100 تومن که میذاری 2 تومن اگه سود میاد روش، سال دیگه شما
رو 102 تومن سود میاد، همینجوری میشه 104 106، اینجوری در اصل میگه چرا تحقیق و تفحص از بنیاد علوی ممنوع است؟ جواب ها را در چهار متنی که در ادامه پست می شود بیابید. خب شما اینو یه برنامه درست کن، شما که برنامه میسازی از خلیج فارس برای ما میفرسی، اینو توی برنامه به صورت آدیو بگو که ما بتونیم تو تلویزیون مردم پخش کنیم. اینجا من بشینم از رو بخونم، اونم نوشته هایی که فارسی شما نوشتی ولی رفته طرف چپ، بعد هی و نقطه و نمیدونم گل و اینها بالا و پایین میشه میپرن. اتفاقا یه نوشته از آقای خسرو بهرامی میخوام بهتون نشون بدم که خود آقای بهرامی ببینه من وقتی اینو میخونم ایشون چیزی میفهمه ازش و من باید چه چیزی بفهمم. چون براتون میگم ما وقتی حرف میزنیم، وقتی مینویسیم، منظورمون اینه که خواسته ها و فکر و اینایی که تو مغزمونه منتقل کنیم به دیگران. شما اگر یه لیوان آب میخوای به نفهم میگی لطفاً یه لیوان آب به من بده، اگه به او بگی که نمیدونم من مثلا H2O بدنم اینجوری شده اونجوری، اون فکر کنه شما رفتی دکتر حالا داری راجع به اون میگی. چیزها رو ساده یه جوری بگید که هم منتقل بشه هم قابل درک باشه. حالا نوشته های آقای خسرو بهرامی، آقای بهرامی عزیز والا بلا من تو برنامه ها گفتم انگلیسیم خوب نیست، ولی دیگه دوتا کلمه این ویدیو رو نمیدونم show this link و please do this و اینا رو بلدم. شما هم که نیویورک زندگی میکنی، حالا اگه نمیخوای به زبان انگلیسی هم بنویسی به زبان همین دوستان نیویورکی کلیمی بنویس. مردی با زنش سفر میکرد، سه دوز. آها اینو من باور کنید به 20 نوع مختلف شنیدم، ولی باز برای شما میخونم ببینم شماها چند نوع مختلف این داستان رو شنیدید. سه دوز در راه آنان را متوقف کردند، مرد را به طرفی برده دایره ای روی زمین کشیدن. دزدان به شوهر گفتند در این دایره وای میسی و اگر پات را از این دایره بیرون بذاری سرت را میبریم. شما نوشتی بلاها سرت در میاریم. در روز روشن در برابر شوهر سه مرد به زنش تجاوز کرده و رفتند. زن سوی شوهر آمد که هنوز در وسط دایره ایستاده بود و گفت شرم نکردی؟ چرا کاری نکردی؟ چرا حرکتی نکردی؟ شوهر گفت پدرشون را درآوردم، سه بار پایم را از دایره بیرون گذاشتم. با عقل این نخبگان ملت چگونه می شود امید فردای بهتر داشت؟ میگویند در پاسخ به ترامپ امروز اتفاق افتاده. شاید شما این ویدیو رو دیده باشید که توی مجلس ایران در تهران اتفاق افتاده و خیلی جالبه. البته من بعدی که این ویدیو رو دیدم، حالا بعدش میگم به این دوستمون چی گفتم. ببینید با هم. بله اون مثال رو راجع به ایرانیان وقتی عربا بهشون حمله کردن همینو گفتن، گفتن وایسا تا ما نمیدونم بریم، وایسا تا ما بریم شمشیر بیاریم سرتونو ببریم، اینا هم وایسادن. بعد وقتی اومدن گفتن آها ما همینجوری هم وای نسادیم، پامونو گذاشتیم بیرون. حالا داستانی که شما شنیدی ماجرای تجاوز به زن بوده، راجع به مسلمونا و ایرانیان نبوده. نگاه کنید با هم دوستان، بعد از اینکه آقای ترامپ بیرون کشیده حالا ببینید که چی شده. دولت بعد فاقد هویته. آخونده رو دیدیم با چه سرعتی خودش رسوند. این خیلی جالب بود که رئیس مجلس میگه مراقب باشید مجلس آتیش نگیره. من برای این دوستم نوشتم چقدر جالب میشد که به خاطر این نفهمی و نادانی اینها مجلس آتیش میگیره واقعا، چون اینجا یه اتفاق افتاده، طرف توی جشن تولد رفته بدبخت بزنات برای بچه خواهرش، بچه خودش از این اسپری ها خریده، میخواست حالا یه کمی مثلا چیز کنه، اون گازی که توشه
با شمع و اینا که روشن بوده آتش سوزی را افتاده، طرف اومده شمع روشن کنه، شمع اولی روشن کرده، دلا شده شمع دومی روشن کنه، مو رفته رو شمع اولی. که من به مردم میگم بابا شمعایی که دوره اول روشن کنی که زیر دستتون هم نباشه، اصلا خنده داره. تو مهمونیه شمع نزدیک رو روشن میکنه، بعد حالا این دستشو میگیره، همه میگن آ دست نسوزه، لباست نسوزه. من نمیدونم این مغز ما خب از دور روشن کن بیا نزدیک. در صورت اینم ماجرای برجام و آتیش زدن و ببینیم چه میشه. این ماجرای برجام به این سادگی هم نیست که من و شما نگاه میکنیم. همونجوری که برای یه دوستی تو ایران نوشتم آقا ماجرای انقلاب و شاه و کارتر به این سادگی نیست که تلویزیونای لس آنجلس وقتی کارتر رفت اونجا کتابش رو بفروشه یا پروموت کنه هی فوشش دادن گفتن تو انقلاب کردی. اگه شما بخوای بدونی یه کمی تاریخ بخونی برو ببین کندی میخواسته با کودتا شاه رو برکنار کنه. کندی میدونی که 1941 و 1341 یعنی شاه یک کاری کرده بود که همینا که رئیسش بودن اینا رو ناراضی کرده بود. آقا شما که نمیتونی توی اداره کار کنی و وقت اونجا بگی من رئیسم، خب رئیسه میاد میکندت بیرون، چون میگه اگه به این امون بدم این میخواد منم بکنه بیرون، اون میاد میکندت بیرون. برید نگاه کنید، برید بخونید کارت کندی میخواسته شاه رو برکنار کنه که بعدم با اون ماجرای اینها زمین ها رو پس بده و انقلاب از 1 تا 6 و انقلاب از 6 تا 12 و 3 اصل دیگه و اینها هی میخواستن درستش کنن، دیدن آقا این درست باشه نیست، این غرور ورش داشته، گفتن خب برو. بله یه شعری اینجا همین دوستون از خلیج فارس نوشته در سال 1359 شعری بین مردم دست به دست میشد به نام بس که این ملت خر است. در آن زمان معلوم نشد که شاعر کیست، ولی الان میدانیم که کار شاعر طنز پرداز معروف و با استعداد زنده یاد فلانی. زنده یاد یعنی مرده. اسمو من نمیخونم چون ممکنه همینم هم دروغ باشه، بعدا خانواده این بگن آقا این اصلا همچین چیزی نگفته، چون تا حالا 100 تا شعر دروغ به اسم هادی خورسندی دادن بیرون که هادی خورسندی میگه آقا من اصلا کاری به قوم و طایفه و زبان و عرب و فارس و اینا ندارم. در صد اینجا میگه که مملکت در دست مشتی خائن قارتگر است، بس که این ملت خر است. حال روشن فکر بیچاره زبد هم بدتر است، بلکه بس که این ملت خر است. ببخشیدا این شاعر رو باید بگیرن توی فیلم یادته گفت میگیریم خشک خوش و گفت ریشتو میتراشیم. حالا زنده یاد مرده، اسمش هم ما نمیگیم، ولی یعنی چی شما هی به ملت توهین میکنی بس که این ملت خر است؟ مگه خود قرمساقت بابات جزء ملت نیستن؟ نبودن. مگه خود فامیل جزء ملت نیستن؟ شما آمریکایی هستی؟ شما کی هستی؟ این شعرها رو باید بندازیم تو سطل آشغال. حالا ما مثل ملا خر نیستیم اینا رو آتیش بزنیم، ولی باید بندازیم دور، اصلا پخش نکنیم. یعنی چی بس که این ملت خر است؟ یعنی شما با پخشش با این هم عقیده هستی؟ آقا ملت چه قدرتی داره؟ یه انتخابات قلابی بهش میدن، تبلیغ و فلان بیسار، 4 تا رو می‌نویسن میگن آقا یا این یا این یا این، این بیچاره خوشحال میره بعدا میاد رأی داده. خود من تو آمریکا خوشحال میشدم رأی دادم، بعد دیدم چه رأیی، کشکی پشمی کی. بله و اما باز همین دوستمون از خلیج فارس می‌نویسه نویسنده همان 3 جلد کتاب فراماسونی ایران را نوشته. اونو من یادم آقای کی بود، جلال چی بود اسمش، چون اتفاقا دانشجو که بودم رفتم تهران، یکی از دوستان پول داد گفت این 3 تا کتابو بخر بیار، به من نگفت که این کتابو اگه بگیرن میگیرنت بمانه. سفیر انگلیس قتل میرزا تقی‌خان فراهانی امیرکبیر را در کتاب حقوق بگیران انگلیس در ایران چنین تعریف میکنند: امیرکبیر تنها ایرانی وطن پرستی بود که نتوانسته بودیم او را بخریم. هر رشوه‌ای که به دو میدادیم میگرفت اما آن را به شاه میداد. سرانجام نامه‌ای به دولت عالیه انگلیس نوشتم و برای کشتن ایشان درخواست پول کردم. پس از اینکه پول فرستاده شد شبانه به خانه امام جمعه تهران رفتم و مقداری را به او. حالا من از شما سوال میکنم، اینو اسماعیل راین نوشته، بله یادم اسماعیل راین، شما فکر میکنی
سفیر انگلیس میاد، اینم چند سال پیش که بعد تازه اسماعیل راهین بتونه اینو نقل قول کنه، مستند کنه، میاد میگه این حقایق رو. آخه من و شما چقدر ساده هستیم. سفیر انگلیس میاد میگه ما به این پول میدادیم، این میره پول میداد به، خب نمیگرفت، چرا میگرفت؟ میداد به شاه. بعدم گفتم خب حالا یه پولی بدین بکشیمش، بعد پول دادن، بردیم پولا رو دادیم با آخونده کشتش. آخه نکنید این کارا رو، یعنی به این وسیله میخواین آخونده رو خراب کنین، به این وسیله ملت رو دارین خراب میکنین. نشون میده که ما همون اون شعری که اون میگه بس که این ملت خرست، خودمون قبول کردیم که ما خریم. و الا سفیر انگلیس، آقا این پرونده کجاست؟ شما که انگلیسی بلدی، چند تا زبون دیگه بلدی، پرونده این سفیر انگلیس کیه؟ وقتی کسی اینجوری مستند میکنه، سفیر انگلیس در زمان امیر کبیر، تاریخ 2000 سال قبل که نیست که آقای چمن آرا هر چی دلش بخواد بگه، ساله. ببینید اون موقع سفیر انگلیس در ایران کی بوده، بعد ببینید اصلا هیچ وقت همچین غلطی کرده که ماه پول میدادیم به امیر کبیر، همه رو خریدیم، اینو نخریدیم، بعدم گفت تو خاله که نمیخریمش بکشیمش، بعدم هیچ که نکشتش، بردیم پولو دادیم به اونا. آخه والا به خدا دیوونه شدیم ما مسکین. بله، میگه که یکی از تلویزیون‌های آمریکا گفت اینا نمیتونن یک پرچم آتیش بزنن، چطور میخوان بمب اتم بسازن؟ خدا پدرتو بیامرزه، به همون کانال تلویزیون زنگ بزن بگو خود شما میگین اینا یه پرچم نمیتونن بسازن، ولی پدر سوختا خود شما میگین اینا بمب اتم هم ساختن رفته، با کدومشو قبول کنی؟ یقشونو بگیر آقای اکبری. خب بیایم اینجا ببینیم دیگه چی گذاشتی براتون. آها، این نوشته حسین دهباشی به 4 ماه زندان محکوم شد. نگاه کنید دوستان، من یه بارم به آقای خسرو بهرامی گفتم یک کمی دیگه این عکسو از بالاتر بگی که اون آدرسش پیدا بشه. نگاه کنید کامرای 2، ببینید این آقای حسین دهباشی که من گفتم اینجا به اسم حسن دهباشی و با پاسپورت برادرش و بعد چه ماجرایی، حالا فکر اینه که رئیس جمهور ایران بشه، به 4 ماه زندان. آقا اینجا میبینی آدرس این نیست، اینجا میبینی نشته یو. اینو وقتی من مینویسم 100 تا ویدیو به این اسم میاد بیرون، چون ایرانی ها ماشالله استادن، ویدیوی طرف ور میداره، حتی با همین تایتل یه جای دیگه مینویسه. ما حتی رفتیم سران تیوی و اینم نوشتیم نیومد بیرون. ولی اگه شما این بالا رو بذارید، من الان میخوام برای شما یه دونه ویدیو بفرستم، بذارید این باز بشه نگاه کنید. من میخوام مثلا این ویدیوی آینده نمیدونم فروش نفت فلان، نگاه کن دوست عزیز، شما عکسی که برای من میگیری از اینجا عکس بگی، نگاه کن از این بالا میبینی اینجا این آدرسو، نگاه کن این آدرس، این آدرس انگلیسیه، من وقتی بزنم فقط یه دونه میاد، مثل این نوشته اینجا نیست که آینده فروش نفت ایران پس از بازگشت تحریم ها 100,000 تاش وجود داشته باشه، یه شماره هست، یه آدرسه، یه لینکه، یه لینک سکیور هم هست، HTTPS. اینو برای من بنویس. بعد شما عکس از، بذار ببندم اینو، شما عکس از صفحه تلویزیون که میگیرین، بارها بهتون گفتم دوربین عکاسی از چشم من و شما سریع‌تر میتونه ببینه، به همین خاطر این خطوط رو میبینه، این خطوط اون سیگنالایی هست که اونایی که کامپیوتر کار، اونایی که الکترونیک کار کردن اسیلوسکوپ میدونن چیه، اونایی که الکتریکال کار کردن فرکانس و اینا رو میدونن چیه، این اون فرکانسایی که من و شما نمیبینیم، اون اسیلوسکوپ باید باشه، این دوربینا میبینن. پس عکس لازم نیست، لینک و کپی اند پیست. کپی اند پیست هم خیلی ساده است، شما اگر با تلفنتون باشه انگشتتون رو بذارید اونجا، بردارید مینویسه کپی، بعد بیارید برای من بنویسید، اینجوری بذارید پیست میشه. اینم درس امروز تلویزیون مردم. خب دوستان عزیز، اگر از این تلویزیون استفاده میکنید حمایت کنید دیگه، حالا نمیخوام بگیم اگه غیرت دارید، اگه وجدان دارید، اگه ایرانی هستی، اگه ننتون نمیدونم فلان نبود، باباتون میگن ها تو تلویزیون ها. اگر از این تلویزیون استفاده میکنید و وضعیت
اقتصادیتون اجازه میده، ولی نگید آقا من ندارم، آقا من به خدا پناهنده هستم، هر روز صبح باید بلنشم برم استارباکس از این لاته پاته نمیدونم یه چیزی لای پاته نمیدونم فلان 8 دلار 10 دلار بخرم ولی پول ندارم 10 دلار کمک کنم. یه دفعه یکی گفتم آقا من پناهجو هستم، گفتم والا وقتی من پناهجو بودم حاضر بودم 300 مارک بدم به یه کسی صدای منو به دو نفر برسونه. حالا شما ماشاءالله الله و زنجیر و فره وهر و انگشتر و خال و زیر ابرو بردار و نمیدونم اینا رو داری، ولی اگه ما بهت گفتیم آقا 50 دلار بده که بیا مصاحبه کن، میگه آقا من پناهجو هستم. بعد پناهجو هستی از کجا پول میگیری؟ از آلمان داری پول میگیری، از هلند داری پول میگیری، از نمیدونم یو ان داری پول میگیری. کارمون خیلی خرابه. Hello and how are you؟ آقای لطیف زمانی کاکو جون حالا میای؟ حالا که دیگه ما داریم میریم، پرده تعزیه هم جمع کردیم، ساعت 3:59 است. ولی خوبی تلویزیون مردم اینه که سالهای سال قبل از اینکه اصلا فیسبوک اختراع بشه یا درست بشه شروع بشه بایگانی داشت. بایگانی رو نگاه کنید روی یوتیوب، اسم منو بزنید، تلویزیون مردم بزنید میاد، یا تلویزیون مردم دات کام رو، مردم تیوی دات کام رو نگاه کنید. و اگر کسی هم دنبال یه پورتال خبری خوب میگرده، مردم ریپورت دات کام برای فروش حاضره، برای واگذاری، چون مال ما نیست که بفروشیم، ما دومینشو میفروشیم. دوستان عزیز جمعه است، مواظب خودتون باشید، روز روزگار بر شما خوش. ممنون و متشکرم که با تلویزیون مردم بودید. برنامه میتونید اینجا داشته باشید، ویدیوهای دیگران هم میتونید اینجا پخش کنید، به شرطی که دیگه وقتی دوبار میفرستین میگیم آقا تو رو خدا لینکو بفرست، دوباره عکس نگیری از اون پایین، اون پایین به درد من نمیخوره، بالا رو نگاه کن. مرسی، خدا نگهدار.